با درود و عرض ادب احترام خدمت همه عزیزان که در این جلسه حضور دارند، جلسه ای است که با همکاری کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار و همینطور دفاع از حقوق هنر و هنرمند در زمینه اعتراضات اخیر در ایران این جلسه برگزار میشه. همینطور درود و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق اپلیکیشن کانون و همینطور کانال یوتیوب کانون ما رو دنبال میکنن. موضوع جلسه امروز 28 سپتامبر 2022 و برابر با 6 مهر 1401 از ساعت 18 این جلسه آغاز میشه و موضوع جلسه حق اعتراض تأثیر ورزشکاران و هنرمندان در حق خواهی هست. اجازه میخوام در ابتدا اول یک پیش‌زمینه رو بگم خدمتون و یک سوالی هم از میهمان عزیزمون داشته باشم. همینطور که میدونید در 2 هفته گذشته یک اعتراضات بسیار گسترده‌ای در ایران صورت گرفته. در ابتدا این اعتراضات با شعار زن زندگی آزادی انجام شد، شروع شد، ولی به سرعت این اعتراضات از منطقه کردستان و تهران به سراسر ایران گسترش پیدا کرد و هدف از این اعتراضات نه فقط برای آزادی زنان که برای آزادی تمام اقشار جامعه بود، یعنی اقشار جامعه با هر طیف و با هر دیدگاهی خودشون رو به خیابان‌ها رسوندن و اعتراض خودشون رو به نوع سیستم حکومت بیان کردن. هرچند که حکومت طبق معمول شروع به سرکوب‌های وحشتناک کرده، خیلی از کش و کشتارها و بازداشت‌ها رو انجام داده، اما در این بین نقش ورزشکاران نامی و همینطور هنرمندان که به هر حال به نوعی از بدنه این جامعه هستن و جامعه هستن که اینا رو به رشد رسوندن، نقششون خیلی پررنگی، اما گاهن می‌بینیم که این عزیزان خیلی وقتا همراه مردم نمیشن. برای نمونه یک مثال بخوام بزنم، آقای پرستویی در مورد یک شهروند آمریکایی که به همین روشی که توسط پلیس کشته شد هفته ها مرثیه سرایی کرد و سوزنامه بیان میکرد، اما در مورد مهسا هیچ واکنشی از خودش نشون نداده و این دوگانگی برای مردم خیلی عجیبه. حالا من از مهمان یا ورزشکارامون هم به همین ترتیب، خیلی از ورزشکارامون باز رفتارهای دوگانه‌ای داشتن در همین موردها. من از مهمان عزیزمون جناب آقای رایی این سوال رو دارم، مرز بین یک سلبریتی حکومتی و یک سلبریتی مردمی چی میتونه باشه و اینکه اصلا آیا مردم میتونن از این سلبریتی ها، حالا چه حکومتیش چه مردمیش، انتظاری داشته باشن، اصلا انتظار داشتن از این افراد درست هست یا نه؟ من از شما تقاضا میکنم که در این مورد لطفا صحبت کنید و میکروفون رو در اختیار شما میذارم و صحبت شما رو میشنویم. بفرمایید. بله، خیلی ممنون. با درود مجدد به شما. میبخشید من صدام یه مقدار گرفته به خاطر سرماخوردگی کوچیکی که دارم. مطلبی که شما فرمودید رو من با یک سری مقدمه چینی ها شروع می کنم که این مقدمه ها به ما کمک می کنه که با هم فکر کنیم، در اندیشیدن همراه هم باشیم و همه صاحب نظر باشیم. این نکاتی رو که من میگم در رابطه با همین سوال شما نقش پیدا میکنه و یک اندیشه عمومی رو با هم سعی میکنیم پیش ببریم اگر همتون موافق هستید. یک، اعمال انسان بریده جدا جدا نیستن، در ارتباط با هم هستن، یک دینامیک دارن، یک پویایی دارن. دو، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جامعه زیر سلطه است که نیروها رو صادر می‌کنه و نیروها در کشورهای مسلط جذب میشه و ما نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و اونها پیشرفت می‌کنن. در درون جامعه ما عناصری هستند که بیگانه با جامعه نیستن، از جمله هنرمندا و ورزشکارا،
و عناصری هستند که بیگانه هستند. بیگانگی اینها رو حالا در طول گفتگو با هم میتونیم پیش ببریم. پس بنابراین موقعی که صحبت میکنیم که چرا همراه نیستن، چندین سوال رو پیش میاره. آیا اینهایی که با جامعه همراه نیستند مردم رو توانا میدانند؟ به ارزش‌های مردم اعتقاد دارند؟ ایرادهای مردم رو میبینند؟ نقد میکنند برای آنکه اون نقاط مثبت تقویت بشه و با هم پیشرفت کنیم؟ و یا اینکه ناتوان میبینند و توقع دارند که مردم رو بزرگ کنند، مردم رو عوض کنند به اون گونه که خود فکر میکنند، یعنی با یک فکر و یک برنامه‌ای که در ذهن خود دارن میخوان مردم عقب افتاده رو بالا بکشن. پس بنابراین با هنرمندا و ورزشکارا هم که در ارتباط هستیم، مثل همه انسان‌ها، با انسان‌های طرف هستیم که یا به انسان بودن خود، به انسان بودن خود، به مهرسان بودن خود اعتقاد دارن، به توانایی های این انسانی که ارزش حقوقی داره، محتوای حقوقی داره، توانایی های حقوقی داره اعتقاد دارن، و یا اینکه ندارن، معتقدن انسان ها موجودات خالی هستن که لازم اونها رو با محتوایی پر کنیم، با آموزشی پر کنیم. بنابراین میبینیم با دو تا دیدگاه مواجه هستیم. پس نگاه ما به ورزشکارها و هنرمندا هم، نگاه ما به همون نگاه ما به همین مردم هست با گوناگونی های مختلفی که دارن. حالا از سوال شما یه خورده بخوام جلوتر برم و به اون دینامیک ها توجه کنیم، به اون پویایی ها توجه بکنیم، من نمیدونم چقدر وقت دارم برای گفتگو کردن، چون این صحبت ها همینطور صحبت میاره. اگر موافق باشین صحبت های من کوتاه باشه، با هم وارد گفتگو بشیم، مرحله بر مرحله جلو بریم. یک مرحله رو اول من مطرح میکنم و اون یک مرحله که مطرح کردم پویایی و دینامیک کشورهای مسلط با کشورهای زیر سلطه است و ما در این کشورهای زیر سلطه هستیم، در وضعیت تخریبی خودمون قرار داریم. در این دینامیکی که صحبتشو کردم، هنرمند و ورزشکار از جمله کارهایی که دارند، از جمله وظایفی که دارند، اینه که زمان دراز مدت و زمان متوسط رو، زمان میان مدت رو تنظیم کنند، برنامه‌ریزی کنند، استراتژیشو تعیین کنند. یعنی یک هنرمند، نقش یک هنرمند این هست که ناممکنها رو ممکن کنه. آنچه که دیده نمیشه، آنچه که برای یک انسان حقمند و جامعه حقمند دیده نمیشه، اونها رو نشون بده و اونها رو براش برنامه تهیه کنه، راه نشون بده، استراتژی نشون بده و تاکتیک ها رو نشون بده. ورزشکار علاوه بر این کاری که هنرمند میکنه، یک کار مشخصی رو انجام میده و اون این هست که نشان میده چگونه میتواند یک انسان توانایی خود رو به بالاترین حد برسونه، به بالاترین اندازه برسونه، چگونه میتوانه اعضای بدن خود رو با هم در ارتباط قرار بده، چگونه میتوانه پرورش بده، چگونه میتوانه در ورزش جمعی رابطه های نخبه ها رو، حالا نخبه کلمه درستی نیست، انسان های بسیار با ارزش رو با هم بگذاره. چون یکی از مشکلاتی که در جامعه پیش میاد اینه که چگونه این جواهرها رو، این مرواریدها رو گنجش کنیم. هنرمند اینو در ورزشکار، اینو در ورزش جمعی خود نشون میده. من هافبک، من بک و من فوروارد با هم، هممون موجودات پرورشی یافته‌ای هستیم که با هم یک رابطه
منظم خارج از تضاد رو ایجاد میکنیم که نتیجه‌ای که میده این هست که ما در مقابل حریف خودمون بر این توانایی ها تکیه میکنیم و با اینها با حریف خودمون مبارزه میکنیم. پس میبینیم حالا این ورزشکار در رابطه با جامعه خودش مثل همون هنرمند میتوانه عمل بکنه، میتوانه بگوید منی که متخصصم در کار جمعی، منی که متخصصم در شناسایی توانایی حقوقی فیزیک خودم چه توان اشکالهایی رو میبینم، چه مشکلاتی رو میبینم. اگر موافق هستین صحبت رو همینجا قطع میکنم، بعد میریم به صحبت ها رو در مراحل بعد با هم گفتگو میکنیم، چون این صحبت ها مثل شیرینی میمونه که کشمشش که زیاد بشه بعد دلو میزنه فراموش میکنه آدم. مرسی، ممنون از لطفتون از این که این توضیحات کامل رو دارید. ابتدا آقای منیری عزیز سوالی دارن، اونو میشنویم و بعد پاسخ شما رو خواهیم شنید. بفرمایید آقای منیری. آقای منیری مثل که میکروفون ندارم. میکروفونشون رو من باز کردم. یک بار یه دستتون رو بلند کنید آقای منیری، من شما رو پیدا کنم. آم پیدا کنید. ولی میکروفونتون باز آقای منیری. بس نمیدونم چرا میکروفونتون از اینجا باز هست ولی چرا شما نمیتونید صحبت کنید. در هر صورت امیدوارم که درست بشه اگر دوستان دیگه میتونن میکروفونشون رو باز کنن، چون اینجا من باز میکنم، باز هم هست در واقع. ولی آقای رایی، من در مورد صحبت‌های شما میخواستم یک نکته رو اشاره کنم. این که ببینید ما هنرمندان و ورزشکارانمون رو افراد پیشرو جامعه هم میدونیم، یعنی این افراد حالا درست استعدادهای خودشون بوده ولی مردم بودن که اینا رو به اون نقطه رسوندن و اینا تریبون دارن. چرا از این تریبونشون هیچ وقت استفاده نمی‌کنن؟ یک مثال میخوام بزنم. آقای امین حیایی درست بعد از اتفاقاتی که برای مهسا امینی افتاد میاد توی یک پست اینستاگرامی حالا یا سایر فضای مجازی میاد میگه که چون ما مردها نگاهمون آلوده است گشت ارشاد وجود. ببینید این خیلی توهین هم به مردهاست هم به زنها، چون اصلا نگاه مرد به زن یک نگاه جنسی نیست عمدتا. این گشت ارشاد هم قبل از این ماجراها بوده. چرا میان یه همچین نگرشی رو به سمت جامعه، به سمت مردا، یعنی همه تقصیرها رو میزنن گردن یک قشر خاص؟ من میخواستم اینو اگه ممکن، البته آقای لطفی هم یک سوال دارن، آقای لطفی هم بشنویم و بعد. خواهش میکنم. آقای لطفی بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران، همکاران عزیزم و حضور خیر مطمئن خدمت جناب رایی عزیز. یه نکته اینجا وجود داره بابت اینکه تعلل و دیر اقدام کردن یا به نوعی پیرو به صحبت جناب رایی. احساسم همین بر اینه که اون سننجپیتی یا اون فوتبالیست و اون فردی که در سطح جامعه ما شناخته شده است برای مردم جامعه، این توانایی رو به نظر من در مردم، در جوشش مردم نمیبینه و به نوعی میشه گفت اعتماد کاملی نسبت به جامعه و حرکت جامعه نمیکنه. به خاطر همین نمیاد خودشو خراب کنه در ابتدا، صبر میکنه با کمی تحمل چند روز بگذره ببینه مثل دفعات قبلی این میخوابه یا نه، انقدر این حجمه و این خشم زیاده که این حرکتی که شروع شده میخواد به یه جایی برسه، به یه نتیجه برسه.
وقتی این احساس برش غلبه پیدا میکنه که نه این اتفاق داره میفته، اعتماده نسبت به جامعه، نسبت به حرکت بیشتر میشه. اون موقع است که میاد چیکار میکنه؟ اون موقع است که میاد نم نم با یه حرکت به قول معروف ریز تاکتیکی شروع میکنه، پستای ریز گذاشتن و میرسه به جایی که هرچه این اعتماده برش بیشتر بشه، حالا مثلا از 70% که بگذره اگه بگیم شروع میکنه برسه به 90%، اون وقت میکنه صحبتهای تند در موردش صحبت کردن. ولی تا قبل از اون اگه حرفی نمیزنن، کاری نمیکنن، حالا ما بحث تیم ملیمون رو میذاریم کنار، ما همه آقای کیروش رو میشناسیم، چه تو زمان قبلا تو زمان سکوت هم که بودن، ایشون تو اردوهاشون اجازه نمیدادن که بچه های تیم ملی، بازیکنایی که تو تیم ملی هستن، نسبت به هندی یا فضای مجازی کارایی داشته باشن. توقعی از اونها نمیشه داشت، یعنی باید صبر میکردیم این اردو تموم که بعد نتایج، بعد میشستیم در موردشون صحبت میکردیم، یکم عجله کردیم. ولی در مورد بازیگرامون ما دقیقاً کم کم وقتی رسید به جایی که 70% رد کرد این اعتماد رو، همه شروع کردن یکی پس از دیگری اومدن و تو فضای مجازی نسبت بهش صحبت کردن و پشت مردم در اومدن. این به نظر من تنها دلیلش این میتونه باشه، اعتماد نداشتن به این جریان، که کم کم این جریان اعتماد رو داره بیشتر میکنه. امیدوارم که این همدلیه و این مشارکت بیشتر بشه، برسه به اون اعتصابات سنگین و در نهایت ختم به پیروزی بشه. ممنون از وقتی که دادید. ممنون آقای لطفی. آقای منیری عذرخواهی میکنم که دفعه پیش نشد، الان لطفا بفرمایید میشنم شما رو. بله صداتون هست. بله بله، نه دفعه قبل مشکل از من تو ستینگ سیستم فرق کرد، من عذر میخوام. من آقای رایی یه مقدار جلو رفتن، من اگر اشکال نداشته باشه یه مقدار برگردم عقب‌تر. اون هم بحث پشتوانه اجتماعی سلبریتی هاست. شما فرمودید اینها به عنوان نخبه در واقع از سمت جامعه پذیرفته میشن به عنوان اون قابلیت هایی که دارن. البته گفتید این قابلیت ها رو دارن، حالا من اینو بپرسم، در واقع این پشتوانه اجتماعی سلبریتی ها به خاطر اون نخبه بودنشونه یا به خاطر شهرتشون؟ و حالا من چند تا سوالامو، دو تا سوالامو جدا میپرسم، یعنی پشت سر هم میپرسم باشه. و بعدی هم این که حالا باز یه مقدار جلوتر بریم و اون هم اینه که حالا بحث اعتراضاته، آیا اعتراضات به حمایت سلبریتی ها اصلا کلن نیاز داره یا نه برعکس سلبریتی ها به این حمایت نیاز دارن که بتونن اون پشتوانه اجتماعیشون رو نگه دارن؟ مرسی بابت وقتی که بنده بدید. ممنون از شما آقای رایی، بفرمایید. بله خیلی ممنون، من صحبت‌های آقای لطفی رو تایید می‌کنم که همچین در واقع نرخ به روز خوردن‌هایی وجود داره و این اعتماد نکردن به توانایی مردم هم وجود داره. در واقع ما با دو فرهنگ سر کار داریم، یکی فرهنگ سازش است و یکی فرهنگ مقاومت. هنرمند یا ورزشکاری که این فکر و سازش رو داره، موقعی که به او میگی این فکر سازشه، او سعی میکنه با سازش بیشتر مشکل خودش رو حل کنه، نه این به فکر مقاومت نمیفته. یه مثال میزنم، یه خانومی بوده به اسم صوفی در جنگ جهانی دوم، این افسر نازی بهش گفتش که تو دو تا بچه داری، یک پسر یک دختر، من یکیش رو از تو میگیرم، یکیش رو انتخاب کن. این یه دختر 7 ساله داشته و یک پسر 7 ساله. پسر 5 ساله. دختر 5 سالش رو به این افسر نازی تحویل میده. دوستش که همراهش بوده بهش میگه مقاومت کن، تو نمیتونی بین بچه هات انتخاب کنی که یکی قربانی بشه یکی قربانی نشه، مقاومت کن. به دوستش جواب میده نه، من حداقل میخوام نصف حیات من رو حفظ کنم، چون دخترم 7 سالش هست و زن هست و زن سرنوشت بدتری داره، او رو دادم تا پسرم رو حداقل حفظ کنم.
این سازش این خانوم، این مادر، نه تنها اون دختر 7 سالش رو ازش گرفت، این پسر 5 سالش هم بعد از یک مدتی ازش گرفتن و بعد از بعد سرزنش دوست خودش رو توجه نکرد. بعد از جنگ جهانی دوم نامه ای نوشت که حق با دوست من بود و من باید مقاومت میکردم و نمیفهمیدم که باید مقاومت بکنم، سازش رو انتخاب کردم و خودکشی کرد. بنابراین میبینید هم جان خودش از دست داد، هم جان پسرش از دست داد و هم جان دخترش. این فرهنگ، این نتیجه فرهنگ سازشه. در جامعه ما اگر نگوییم به میزان خیلی زیاد، عده زیادی سازش رو انتخاب کردن با رژیمی که جز تخریب نداره، تمام حقوق رو زیر پا میذاره. پس بنابراین هنرمند یا ورزشکاری که نمیاد طرف مردم، او در فرهنگ سازشه. او در اون فرهنگ سازش خودش راه حل رو در این میبینه که سازش بیشتر کنه، مثل خانمی که در خونه از همسر خودش کتک میخوره برای اینکه دل شوهرشو به دست بیاره، آشپزی مثلا خوشمزه تر بکنه، که این دیگه دست بکش از اون، در صورتی که راه حلش مقاومت در مقابل اون زورگوه. اگر مقاومت نمیتوانه تنهایی بکنه، کمک گرفتن جمعی برای از بین بردن اون هست. و اگر این کارو نکنه، شوهر از این غذای خوشمزه تر هم استفاده میکنه و آرامش قبرستانی ایجاد میکنه. پس صلح رو ما میتوانیم در مقاومت به دست بیاریم. میبخشیم گریه بچه اتاق بغلی هستش، ولی در سازش آرامش قبرستانی میتونیم به دست بیاریم. هرگز نمیتوانیم پیروزی به دست بیاریم و آرامش به دست بیاریم. مثال خود ما در ایران جنبش تنباکو، مردم اومدن در خیابان و جنبش تنباکو موجب شد که اون امتیاز رو پس دادن، اما استبداد ناصری سر جای خودش بود. بعد از مدتی قرارداد دوباره بستن با کمپانی رژی و امتیاز تمام منابع ایرانی دادن به رژی، ببخشید رویتر، امتیاز رویتر به کمپانی رویتر دادن. پس بنابراین میبینیم موقعی که زور رو در مقابلش مقاومت نکنیم عقب میشینه، ولی مقاومت کم بکنیم دوباره میاد جلو. سال 86 مردم مقاومت کردن، 178 کشتگی همین حدود دادن، مقاومت رو خوابوندن. از اون موقع تا همین حالا به مراتب بارها بیشتر کشته دادیم در عدم مقاومت. در این جنبش اخیرم مقاومت که مردم دارن میکنن، فکر نکنید مردم مقاومت میکنن کشته ها بیشتر میشه. دنیا داره نگاه میکنه. الان ایرانی ها محبوب دنیا شدن. هر بار که ایرانی ها به جنبش در اومدن این گونه بوده و بنابراین رژیم مواظب حواسش رو با جمع کنه، انترنت رو قطع بکنه، مثل سابق، مثل سال 57 نمیتونه سانسور بکنه. پس بنابراین توجه داشته باشیم مقاومت رو کوتاه بیاییم، انتقامی خواهد گرفت که مثل دفعه پیش گرفته از مردم. پس بنابراین در این رابطه توجه به این داشته باشیم که هنرمندهای ما، ورزشکارهای ما نقشی رو دارن. حالا من نخبه گفتم و نخبه رو پس گرفتم، منظورم که از کلمه نخبه یعنی متخصص بود یا انسان کارا بود، چون نخبه میتونه معنی توده رو بده در مقابل خودش، توده‌ای که نمیفهمه یا که کم میفهمه و نخبه‌ای که میخواد او رو اداره بکنه. نه، من به این اعتقاد ندارم. متخصصه، در ارتباط با جامعه، جامعه میفهمه، هرگاه رابطه حقوقی با جامعه برقرار کنه، اخشار مختلف مردم در این مخلوط اجتماعی همه میفهمن و میتوانن زنجیروار به هم وصل بشن. پس بنابراین در اینجا توجه داشته باشیم که کسانی نقش خود رو به عنوان هنرمند و ورزشکار ایفا میکنن در فرهنگ مقاومت، کسانی در فرهنگ سازش هستن. پس میتوانیم بگوییم که ما دو تا هنر داریم، دو تا روحیه ورزشی داریم، هنری که سازنده است، پویاست، دینامیک داره و در رشد هست، و هنری که تخریبی هست، هنر قدرت هست، هنر سازش هست. این هنر سازش در توجیه هست، مرتب توجیه می‌دراشه. اون فرهنگ
مقاومت، اون فرهنگ آزادی است. او اندازه پیدا میکنه، او رابطه ها رو در ارتباط با هم پیدا میکنه و بنابراین با دو فرهنگی طرفیم که یکی میتوانه رشد رو ایجاد بکنه، رشد انسان رو، رشد جامعه رو ایجاد بکنه، اما یکی فرهنگ سازشه، فرهنگ جمع جور کردنه در رابطه با امر قدرت، در رابطه با حرم قدرت. و در این رابطه چه کار میکنه؟ میگوید این گونه جمع‌بندیش بکنیم، این امکاناتی که داریم با هم جمع، اون غیر ممکن ها رو نمیبینه و در این کار خودش موفق هم هست، به این صورت که میگه توانایی ها همینایی که من دارم، حالا اگه طبیعت رو تخریب میکنم، جامعه رو تخریب میکنم، یه قسمتی رو به هر حال براش رشد ایجاد میکنم. پس بنابراین منفعت طلبه، حقوق جهان شمول، حقوق تبعیض نداره توش، حقوق کهونه شدنی نیست، حقوق مال همه زمان هاست، اما این نفت طلب دنبال منفعته. منفعت هم چون برای همه نیست، برای جمعی است، بر علیه جمعی، دنبال قانونی کردن امکانات است برای غیر قانونی کردن امکانات. پس بنابراین در موقعی که با انسانی که در سازش میکنه، با هنرمند یا ورزشکاری که سازش میکنه صحبت میکنید، ممکنه به مخیلش خدور نکنه که لازمه که مقاومت کنه، لازمه که با مردم باشه، لازمه که از رابطه قوا یه مسلط زیر سلطه بیرون بیاد و در رابطه درهمی بره، رابطه‌ای که در اون من در شما هستم، شما در من هستیم. او در رابطه در مقابل همی میبینه مسائل رو و موقعی که مسئله رو میخواد ببینه، در درون همون فکر قدرت، در همون رابطه مسلط زیر سلطه میبینه. در رابطه مسلط زیر سلطه راه حل پیدا نمیشه. چی پیدا میشه؟ یک راه حل منفعت گونه بحرانزا که دفعه بعد که این به جایی میرسه که بحران ها رو زیاد میکنه، با بحران بعدی حلش میخواد بکنه. رژیم ولایت فقیه جنگ رو پیش آورد، جنگی که در خردادش هست با پیروزی ایران با 5000 کشته تموم میتونست بشه، ادامه داد، کودتا کرد، آقای بنی صدر رو گذاشت کنار و خودش 7 سال جنگ رو در شکست و نوشیدن جام زهر ادامه داد. برای اینکه بتونه اون بحرانی که خودش ساخته حل بکنه، چون خودش بحران ساز هست مسئله رو نمیتونه حل کنه، با بحران بعدی آمد مسائل حل کرد. همینطور رسیدیم تا به بحران هستی، همین هم رسید به اینکه الان در 9 جنگ منطقی قرار داریم، حالا بیرون از آمدن از اینا رو هم با بحران دیگه، یعنی مرتب ما تو دینامیک تخریب و مرگ هستیم. اما در دینامیک رشد، در اون دینامیک مقاومت، ما خشونت زدایی میکنیم، میاییم خشونت هایی که هست رو شناسایی میکنیم. هنرمند میگه که راه مقابله با این خشونت چیست، در جامعه ما چگونه است، حالا با طنز و تمسخر و فکاهی این رو میگه یا با هنرهای مختلف خودش میگه، با موسیقی خودش میگه، با ادبیات خودش میگه و هنرمند با بدن خود نشان میده که چگونه اعضای بدن با هم همراهن میتوان توانا شد، چگونه اعضای تیم با هم همراهن میتوان توانا شد، چگونه ابتکارها و تاکتیکا و تکنیکایی که مربی پیدا میکنه رو میشه اجراش کرد، چگونه در جامعه میتونیم همچین کاری رو بکنیم و چگونه میتوانیم خلق و خوی سازش مردمی در رابطه با حقوق داشته باشیم، نه سازش با قدرت. در اینجا هنرمند میگه من با رفیق خودم بیرون، به عنوان مثال تیم بایر مونیخ براتون مثال میزنم، در تیم بایر مونیخ رسم دو تا ورزشکار اگه با هم دعوا دارن دعواشون رو میکنن اما بعد تموم میشه، داخل تیم میمونن و دیگه ادامه نمیدن، یعنی بهشون اجازه میده حتی با هم دعوا کنن به شرطی که این رو دیگه به صورت دینامیک دعوا نگه ندارن.
مسائلشون رو اگر هم میتوانن بعد براشون راه حل پیدا میکنه، مشکلات شما رو این روانکاو حل میکنه، این به اصطلاح مربی کار گروهی حل میکنه و بنابراین میبینیم که مسئله رو شناسایی میکنه مثل یک هنرمند، مثل جامعه مسئله رو که شناختم بعد میگوید راه حل ها این هست و میگوید راه حل های شبه راه حل ها کدوم هست، یعنی فکرهای جمعی جبار کدوم هست، راهنما فکری که سازنده باشه، حقوقی باشه، فکری است که در ارتباط فکرهای دیگه هم دیگر رو تایید میکنه. جامعه‌ای که یک نیازی رو از نظر حقوقی مطرح میکنه در ارتباط با نیازهای دیگه قرار میگیره و این نیازها با هم غیر قابل صرف نظر کردن هستن. من نمیتوانم از نیازی فعلا استفاده بکنم بعدم برم، نه، این نیازها همه با هم حقوقی هستن، همه با هم یک سیستم کامل غیر قابل انشغال رو تشکیل میدن با هم میخوام. اون سازشکار میاد توصیه میکنه بابا حالا تو فعلا رو سری تو یه خورده بکش عقب تا بعدن مراحل بعدی بریم و آزادی های خودمون رو بگیریم. دروغ این، نمیتوان تک تک آزادی رو گرفت. این تک تک خواهی نشان دهنده ضعف، یعنی من ضعیفم، شما قدرت قوی هستی، من ضعیف، حالا یه ذره از شما میخوام. شما ببینید چه پیام ضعفی رو ما میدیم. اما موقعی که مثل ماندلا نمیگوید یه ذره آپارتاید رو بردار، میگه تمام آپارتاید برداشته بشه، پیام توانایی میده. طرف مقابله که بعد از مدتی کوتاه میاد باش مقاومت میکنه، شما در موقعیت صرف نظر نکردن از هر حقی هستین، شما در موزه بالاترین جایگاه انسانی قرار گرفتیم که نمیتونه کسی به شما دست بزنه، حتی قدرت ها، و قدرت ها در اینجا به تدریج کوتاه میان. صحبت هم طولانی شد، میبخشید، بفرمایید. دقیقا درست فهمودین آقای رایی عزیز. یک مثال من بزنم راجع به همین موضوع که من چندی پیش یک فیلم دیدم از خانم معتمداریا که داشت میگفت حجاب قانون کشور، من برای این قانون رو رعایت میکنم. امروز با توجه به صحبت‌ها که آقای لطفی هم کردن، امروز دوباره یک فیلم دیدم که ایشون تو مراسم گویا بزرگداشت یا چیزی بوده برای آقای تاروخ، حجاب خودش رو برداشته و میگه من دیگه حجاب نخواهم داشت. ببینید این تناقض‌ها وجود داره. بانو سیمین صحبتی دارن، ایشون رو میشنویم و در خدمتشون هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و مهمان برنامه. من میخوام صحبتم رو به این شکل در واقع داشته باشم که ما اگر جامعه رو در نظر بگیریم، ما به یک مثلث متساوی الساقینی داریم در این در واقع در جامعه. یک ضلع از این مثلث مردم هستن، یک ضلع دولت هست و یک ضلع رو ما اصلا کلن سلبریتی ها در تمامی شعب در نظر بگیریم. متاسفانه چیزی رو که الان ما داریم میبینیم در جامعه ما، این مثلث مردمی ما عموما زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، اما در کنار اینها ما سلبریتی هایی رو داریم که کوچکترین بویی از این فقر و از این ناعدالتی هایی که تو جامعه وجود داره اصلا شاهدش نیستن. اتومبیل های آنچنانی، خونه های آنچنانی، تفریحات آنچنانی و و و و در واقع اون بدنه اصلی ملت رو که الان چطور دارن زیر بار این حجم از ناعدالتی خم میشن رو نمیتونن تشخیص بدن و واقعا با اونا همراه باشن. حالا یه بخشی از این سلبریتی ها میان، حالا فرقی هم نمی کنه چه هنری، سیاسی، ورزشی و اینا، به خاطر فشارهایی که اجتماع یا گرفتن ژستای مردمی در واقع دارن، تمایل دارن که خودشون رو به عنوان یه افرادی نشون بدن که در کنار این که دارن از جیب مردم و استفاده از راندهای مختلف و مافیا و اینا استفاده میکنن، این دغدغه های مردمی رو هم از خودشون نشون بدن. اما واقعا لازم نیست که اینقدر زیر پوستی بیان نقش یک انسان متعهد رو بازی کنن و بخوان خودشون رو در قالب مردم تهیدست جامعه، مردمی که دارن اینجور مشکلات رو به دوش میکشن نشون بدن.
به خاطر همین در واقع من تصورم این هستش، این فاصله‌ای که بین این دو قشر وجود داره عملاً باعث میشه که اونها خیلی از ملاحظات مختلف خودشون رو هم در این وسط بیان لحاظ بکنن. همدردی و حمایت از مردم خب خیلی خوبه، این اصلا کمترین و بی اهمیت ترین کاریه که یه فرد، این افراد سلبریتی میتونن داشته باشن، و در واقع این مردم هستن که باید بیان در قبال این ثروت و شهرتی که به این سلبریتی ها داده شده از اونها مطالبه بکنن، هرچی رو که خودشون در واقع به اونها دادن. اما در واقع اونها میان این وسط خودشون رو حالا یا این سمت یا اون سمت در واقع میان قرار میدن برای اینکه در واقع بتونن به نظر من اون قاب، اون ماسکی رو که از خودشون دارن رو حالا یا رو کنن یا پنهان نگه دارن. به نظر من در واقع این حالتهای مردم فریبیه که دارن اینها از خودشون نشون میدن. مردم همیشه موضعشون مشخص هست، عملشون، روابطشون، کارهاشون مشخص هست. اون زل دیگه در واقع مثلث که دولت ها هم دولت ها هم باید در واقع صدام هست؟ بله صداتون هست، بفهم. اون دولت ها هم در واقع اون نگرانی ها و مطالبات مردم رو در واقع موظف هستن که کاملا مسئول، مطیع و سر به زیر باشن، چرا که هم قدرت و هم فرصت رو کسی به اونها نداده جز همین مردم، و در سلبریتی ها هم به همین شکل همین مردم هستن که همه اینها رو بهشون دادن و امروزه باید مطالبه گر باشن. ممنون از نظرتون خانم جهانبین عزیز. خیلی ممنونم جناب شایگان. من سلام عرض میکنم به همه همکاران گرامی. سعی میکنم چند تا نکته رو خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. یکی در مورد مسئله اولی که آقای لطفی گفتن، اون مسئله ای که به هر حال هنرمند یا ورزشکار صبر میکنه و ببینه که چه اتفاقی میفته و بعد عکس العمل نشون میده. خب این حرف توی جامعه ما متاسفانه وجود داره، نمیتونیم کتمانش کنیم، اما همین حرف هم سندی هست برای این که جامعه ما متاسفانه سالم نیست. چرا هنرمندی که توی ایران داره زندگی میکنه یا ورزشکاری که داره زندگی میکنه نباید آزادی بیان اندیشه داشته باشه؟ و چرا باید بترسه که حرفش آزادانه بزنه؟ و چرا باید این حرفی که میزنه یا این نظر شخصی که داره بخواد روی تعداد فالووراش و طرفداراش اثر بذاره، تأثیر بذاره، در صورتی که شما میبینید توی کشورهای دیگه همچین چیزی نیست و انتخاباتی هم که اتفاق میفته توی کشورهای مختلف خیلی راحت هنرمندای کشورهای خارج از ایران نظرشون رو میگن، طرفدار چه حزبی هستن اعلام میکنن و هیچ اتفاق خاصی نمیفته و هیچ کسی اونا رو بازخواست نمیکنه. پس این یکی از دلایلی هستش که ما میدونیم جامعه‌ای که الان داریم متاسفانه سالم نیست، که هیچ کسی با هر شغلی که داره، به خصوص هنرمند و ورزشکار که میدونیم تریبون دستشه، نمیتونه به راحتی نظرش رو بگه و صحبت بکنه. ولی خب این به نظر من دلیلی نیست که بخواد صبر کنه و سکوت کنه. به هر حال تغییر باید از یه جای شروع بشه. این خود سانسوری که دارن انجام میدن دیگه الان وقتشه که به هر حال کارشون رو انجام بدن و حرف بزنن. یه صحبتی هم آقای شایگان کردن در مورد خانم معتمداریا. من با اینکه هنرمند یا ورزشکار قبلا 2 سال پیش چی کار کرده و چی گفته الان داره نظرش برمیگرده و به نفع مردم صحبت میکنه، هیچ مشکلی که توش نمیبینم، اتفاقا خیلی هم موافق هستم. به هر حال تغییر باید از یه جایی شروع بشه. مرسی، میکروفون در اختیارتون. ممنون از لطف شما. آقای منیری بفرمایید. مرسی. من حالا متاسفانه نباید سوالات اینجوری مطرح کنن، چون آیه رایی فرصت نکردن که سوال بنده رو پاسخ بدن. اگر اشکال نداشته دوباره سوالمو تکرار می‌کنم. بفرمایید. بسیار عالی. آقای اجازه نه تکرار بکنم. دهو فرصت بدید شاید. دوباره عرض می‌کنم، حالا کلا بحث این حمایت سلبریتی ها، حالا در حال حاضر ما می‌خوایم توی این بحث اعتراضات اخیر در واقع بهش بپردازیم، این حمایت سلبریتی ها اصلا کلن اعلام کردنشون چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ اصلا تأثیر گذار هست؟ تا
حالا این تأثیرش برای خود سلبریتیه یا برای جامعه؟ من سوال اولم این بود، حالا سوالات بعدی ما بعد مطمئن کنیم. بسیارم عالی. آقای سبزیان رو هم بشنویم و در پایان آقای سبزیان بشنویم شما رو. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی و آقای رایی عزیز. من صحبت‌های شما رو با هم گوش دادم و با بعضی از صحبت‌های شما آقای رایی موافقم و با بعضی نمی‌تونم بگم مخالف، اما تا جهاتی زیاد موافق نیستم. اما من یک سوالی از خودم داشتم می‌کردم که آیا غیر از این نیستش که یک هنرمند، یه سلبریتی، یه ورزشکار، اینو من احساس می‌کنم داریم فراموش می‌کنیم که وظیفه یک هنرمند، یه ورزشکار، یه سلبریتی که در کنار مردم کشورش باشه. من اعتقادم اینه که یه ورزشکار، یه سلبریتی، یه هنرمند وظیفه‌شه. ما متاسفانه یک کاری که متاسفانه میکنیم این که مقدسگرایی میکنیم آدم ها را، تا خدا میبریم بالا متاسفانه. حالا میخواد ورزشکار باشه، هنرمند باشه یا هر کسی دیگه. مثلا میان میگن که حالا درست هم نیست، میگن مثلا پهلوونه، نمیدونم کشتیگیره، فلانه. این چه پهلوونیه که یه دونه استوری حمایتی استوری بذار، بگو بیا تسلیت بگو. پهلوون من اون دختریه که روسریشو در میاره میره رو ماشین جلو همه اون سرکوبگرا وایساده. پهلوون من اونه. الان سلبریتی، ورزشکاری که مردم بزرگش کردن، میاد سکوت میکنه که آقا الان نمیدونیم وضعیت چیه، حالا یکم بهتر شد بیایم استوری بذاریم. این عملا با خیانت به مردم اگر نیست چیه؟ این من اعتقادم. حالا شاید نظر شما مخالف من باشه یا نظر دیگه داشته باشه که برای من قابل احترامه، اما وقتی که میاد میگه خب من نمیدونم بعدش چی میشه، اون دختری که میره رو ماشین وای میسه شال و رو سرش رو برمیداره، مگه میدونه چه اتفاقی قراره سرش بیفته؟ اون چه تفاوتی داره با اون سلبریتی یا اون هنرمند یا اون ورزشکار؟ مگه اون سلبریتی، اون هنرمند مگه جزء مردم نیست؟ مگه جزء این خاک نیست؟ حالا برای هنرش بزرگ شده، برای ورزشش بزرگ شده، تلاش کرده. الان هنرمنده و ورزشکارهای کشور دیگه الان دارن حمایت میکنن. بحث این که میگید میترسه به خاطر جایگاهش، اون مردمی که الان وایستدن جور گلوله چی؟ اونا از جونشون نمیترسن؟ من نظرم اینه که مساوی با خیانت به مردمه، خیانت به کشوره. سکوت الان کاملا بیمنیه. کسی که بگه من دارم سکوت میکنم، نمیدونم کیروش گفته، نمیدونم این گفته، نمیدونم اون گفته، اگه الان کنار مردم قرار تمام، من ده حد دو جمله اصخایی هم میکنم بیشتر صدقه شد، اگه الان با مردم نیستن کی میخوام با مردم باشم؟ خواهش میکنم. مرسی از نظرتون. جناب ارائی صحبت شما رو الان بشنم یا آقای لطفی هم صحبتشون رو بکنم بعد کامل توضیح بدیم؟ من دارم یادداشت میکنم اگر میخواین دوستان صحبت کنم بعد من صحبت کنم. بله آقای لطفی میشنویم شما رو. من درود مجدد. من با آقای سبزیان کاملا موافقم. متاسفانه من اسم این آدم ها رو گذاشتم جیرخار نظام. مادامی که تغذیه میشن، مادامی که نونشون در اینه که به نوعی نمیخوام بگم پشتیبان نظامن، نه، نونشون در حمایت کردن و نکردن، اینجا دو به شک میمونن. اونی که از اول بیاد مثل علی کریمی پای مردمش وایسه، پی همه چیزش هم به تنش بماله، خب تکلیفش معلومه. صفحه اول وایساده میگه من هستم تو تشم وای میستم. ولی اونی که میذاره بعد از 4 روز 5 روز میاد نم نم شروع میکنه با یه استوریایی که یه دونه به نل میزنه به قولی، یه دونه به تیشه میزنه.
نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، یعنی هم خودش رو نگر میداره هم یه کاری برای دیگران میکنه، برای مردم میکنه. این میشه نون، به همون فرمودن آقای رایی، نون به نرخ روز خوردنه. این میشه تا جایی که به خودم ضربه نزنه من میتونم منافع دیگران رو براش ارزش قائل بشم. از یه جایی که اگه قرار باشه ضربه به خودم و خانوادم باشه، مطمئنا نمیرم جلو. اون که جوون، این دختر بچه‌ای که میره تو وسط خیابون جونشون میذاره کف دستش، وسط خیابون کار میکنه، فعالیت میکنه، تظاهرات میکنه، جونشون میده، اون براش مهم نیست، اون جیرخوار نظام نیست، اون از نظام چیزی بهش نرسیده. نمیخوام بگم اگر میرسید نمیرفت، نه، بحث سر اینه که اون آدم جایگاه اجتماعیش براش مهمه، ولی اون دختر به دنبال رسیدن به یه فردای بهتر براش اهمیت داره که جونش رو میذاره کف دستش، میره به اون امید پیروزی. ولی اون آدمه فکر میکنه الان رسیده به تهش و اگر بخواد بیاد تو جمع مردم، اون جایی که الان هست رو از دست میده. مطمئنن در آینده ایران افراد اینگونه طبقه بندی نخواهند شد، مطمئنن. و جایگاه آدم ها بسته به، میشه گفتش که جایگاه واقعیشون رو پیدا خواهند کرد، چون اونهایی که هستن نسل آینده‌ای که امروز بلند شده، آینده‌ای برای ایران خیلی بهتر خواهند ساخت نسبت به قبل. ممنون از وقتی که دادید به بنده. ممنون از شما آقای شفایی عزیز. سلام دوستان، خسته نباشین، مرسی از بحث خوب، تشکر از جناب رایی. عرض کنم که من الان احساس میکنم که جلسه به شکلیه که البته خیلی خوب شروع شد، بحث سازش و بحث عرض کنم که حق‌خواهی رو در واقع مطرح کردن جناب رایی، ولی دوستان ما بیشتر دارن روی ورزشکارا یا هنرمندا بحث میکنن و به یک حالت طلبکارانه. من باورم اینه که ما وقتی یک کسی یک کاری میکنه، ما پوری قضاوتش نکنیم، اونا خودشون میدونن زندگیشون، ما میتونیم کار خودمونو بکنیم. و یه مشکلی که واقعا در جامعه ما وجود داره و داشته و هنوز هم وجود داره، عدم آگاهی همون آدم های روشنفکر، همون آدم هایی که به عنوان ورزشکار هستن، همون آدم هایی که به عنوان یک هنرمند هستن، جامعه میشناستشون، علاقه بهشون داره، اینا همه درست، ولی چی یاد گرفته؟ چجوری یاد گرفته؟ کدوم مکتب درس خونده؟ کجا فهمیده اعلام جان حقوق بشر چند تا دونه هست؟ چه میدونه حقوق شهروندی چیه؟ نمیدونه حقوق ذاتیش چیه؟ وقتی اینا رو نمیدونه، ما نباید مدعیشون بشیم. من بحثم اینه که ما ادعا نکنیم تو چرا نمیکنی، چرا این کارو میکنی، ما کار خودمون رو انجام بدیم. مثل اینکه وقتی انتخابات هست، نباید به کسی بگیم آقا رأی بدید یا رأی ندید. ما میگیم آقا این کار غلطه، چون این افرادی که کاندید شدن کاندید واقعی نیستن، برای اینکه از اون یه فیلتری عبور کردن که مربوط خود سیستم دولتیه. الانم زیاد اصرار نکنیم، زیاد حمله نکنیم به این هنرمند، به اون هنرمند، چرا این کار کرد، چرا اون این کار نکرد. بیایم راه های قشنگتری رو نشون بدیم، کارهای بهتری رو انجام بدیم. همین کاری که جناب راهی کردن که اومدن گفتن یه بخشی از سازش میشه کرد، یه بخشی میشه حق طلبی کرد. بیایم بگیم آقا بیایم آگاه بشین حقوق ذاتیتون چیه، حقوق شهروندیتون چیه، بعد مدعی بشید، در آگاهی مدعی بشید. این صحبتی بود که من خواستم به دوستان بگم که زیاد اصرار نکنن اسم افرادو بیارید بگید این اینطور اون اونطور، مانعی نداره، نظر خودشونه. ببخشید. ممنون از نظر خوبتون. آقای رایی در خدمت شما هست. خیلی ممنون، مرسی. من صحبت دوستان رو یادداشت کردم، بسیار از نکاتی رو که دوستان گفتن، حتی نکاتی رو که آقای سبزیان گفتن تایید میکنم، منتها آقای سبزیان نگفتن که سبزیان دیگه اسمشون، بله، نگفتن که کجاها با نظر من مخالفن. من هیچ نگرانی از این که
نظرات من غلط باشه ندارم. انسان اشتباه میکنه و اشتباه خودش میتونه تصحیح کنه. اگر شما اشتباهی در صحبت‌های من میکنین خوشحال میشم که نقد کنین. اشتباه بزرگ اشتباه نکردن، اونجوری که انشتن میگه درستم میگه. انسان راه میره در جریان راه خودش، در جریان فکر خودش، در جریان کردار و گفتار و پندار خودش اشتباه داره. اشتباه ها رو با دیگران یا با تعقل خودش و مطالعه خودش میتونه تصحیح کنه. بنابراین توجه شما رو به یک نکته جلب میکنم که خانم جهانبین فرمودن و اون این است که جامعه ما مریضه. درست میگن جامعه ما مریضه، اما جامعه مریضی که عوامل تشخیص مرض و سالم کردن خود رو داره. جامعه‌ای که دموکراسی میخواد، جامعه‌ای است که در اون انسان‌ها میدانن وسیله گفتگو کردن، وسیله دموکراسی گفتگو کردنه. و بنابراین چرا گفتگو میکنن با کسی که نمیفهمه که گفتگو نمیشه کرد؟ که گفتگو میکنه برای که میدونیم میفهمیم با هم کم و بیش میتونیم جلو بریم، حالا یه جا کمتر یه جا بیشتر، ولی میتونیم. اونه هم که عقب میفته میتونه خودش رو برسونه، اونه هم که جلوه میتونه عقب بیفته. پس بنابراین این جامعه‌ای که این مشکلات رو داره، جامعه‌ای که درش هم فرهنگ سازش است و هم فرهنگ مقاومت، فرهنگ آزادی، فرهنگ حقوق داره رشد میکنه درش، این مثل محیطی میبانه که هرچه از قدرت کم بشه جای فضای آزادی میتونه اضافه بشه. هرچه فضای آزادی، هرچه حقوق، فضای حقوق رو اضافه بکنیم فضای قدرت رو تنگ میکنیم. پس بنابراین انسانهای که مقاومت میکنن، انسانهایی که بر حقوق میایستن، لازم توجه داشته باشن زمان مقاومت و زمان شروع مقاومت بلا فاصله بعد از تجاوز به حقوقه، نه بعدها، نه اینکه در آینده. 70 سال اتحاد جماهیر شوروی مان عدالت کرده بودن، هدف اون هدف نرسیدن. عدالت همین الانه، رفع حقوق، رفع تجاوز همین الانه، در تمام اعمال ما هستش. پس بنابراین این مسئله توجه میکنیم که جامعه ناسالم یک فتالیسم، یک در واقع یک سرنوشت محتومی رو نداره، میتونه عوض کنه خودشو. اما دو نوع تغییر رو مد نظر داریم. یک تغییر، تا تغییر نکنیم تغییر نمیدیم، یعنی اون کوه یخی بیرون که قدرت و رژیمه، درونش خود ماییم، اون قسمت پنهان کوه یخی خود ماییم، این قدرت در روابط ما، روابط روزمره ما هست، در داخل خانواده هست، در درون اداره هست، در درون جامعه هست، در درون اون محیط ورزشی، محیط هنری، همه جا هست. هرچه این محیط ها رو دموکراتیزه بکنیم، یعنی حقوقیش بکنیم، فضای قدرت رو از بین بردیم. دختری که در مقابل پدر و مادر خود مقاومت میکنه که من همسر خودم رو انتخاب میکنم، داره فضای آزادی رو تو خونه زیاد میکنه، فضای زورگویی پدر و مادر رو داره کم میکنه. دختری که زنی که به همسر خود میگوید تو رئیس خونه نیستی، با هم تصمیم میگیریم و میتوانیم با هم تصمیم بگیریم، به اندازه ها رو تعیین کنیم، این داره خشونت زدایی میکنه، این فضای قدرت رو داره تنگ میکنه، فضای آزادی رو داره زیاد میکنه. اما لازمه در اینجا توجه داشته باشیم که همه ما، چه از نظر فردی چه از نظر جامعه، در دام عکس العمل نیفتیم، همواره کنش باشیم. اگر کینه میورزه، اگر ورزشکاری ناسالمه، این ورزشکاری ناسالم، یعنی در حرف آقای شفایی رو دارم تایید میکنم، ما رو به ناسالم برخورد کردن نندازه، ما رو از دوستی محروم نکنه. ما با همونی هم که دشمنی میکنیم مقاومت میکنیم، برای که مقاومت ما هم به نفع ما هم به نفع خودش. او با تخریب خود شروع میکنه موقعی که قدرت ندارانه عمل میکنه، زور میکنه. من مقاومت میکنم برای که میخوام با او دوستی داشته باشم. به او دارم میگم چرا خودتو داری از دوستی محروم میکنی؟ چرا خودتو داری از حقوق محروم میکنی؟ چرا خودتو داری از صلح محروم میکنی؟ پس من نمیتوانم در مقابل تو کوتاه بیام، برای که کوتاه بیام همون آرامش قبرستانی گفتیم باز میگرده. پس بنابراین چقدر حمایت شما آقای منیری میفرمایید که چقدر
حمایت شهرا میتونه اثر داشته باشه، در همین رابطه که گفتم میتونه اثر داشته باشه. هرچه هنرمندان، ورزشکاران، شخصیت‌های مشهور و همینطور جوانان و مردم و پدر مادر و معلم و شاگرد و دیگه براتون بگم رفتگر و صنعتکار و حتی بخشی از روحانیون رو بپیوندن به ما، فضای قدرت رو تنگش کردیم. پس بنابراین این توقعی که مردم دارن صحیح است که چرا این سوال رو میشه کرد، این نقد رو میشه کرد، اما این سوال و نقد در حد همین سوال و نقد، در حد همین توقع باقی میمونه، حکم نباید بشه. حکم که تو بکنی اگر نکنی خائنی، این ناصحیست. یعنی من موقعی که باش میگم تو حالا خائن رو میتونی با از رو عصبانیت بگیم، در عمل منظورم، در قوه قضاییه منظورم که بعدا در تشکیل میدیم، توجه داشته باشیم که مجازات و تنبیه مجازات، مجازات مجازات از جنس همن. ما نمیتوانیم مجازاتی رو، جرمی رو با تنبیه حل بکنیم. تمام سیستم های دادگستری دنیا همین اشکال رو دارن. ما میتوانیم با جبران و درمان جرم رو حل کنیم. ما اگر کسی منفعت طلبی میکنه، در همون منفعت طلبی در فرهنگی سازش رو به اصطلاح روا داره، ما لازمه با او برخوردی بکنیم که تنها بر مبنای نقد است. نقد هم ستیز و دشمنی نیست، مخالفت به معنی دشمنی نیست. نقد به معنی گفتن است، اندیشیدن و خود عمل کردنه. منی که این گونه نقد میکنم مسئولیت دارم، عمل میکنم. اما شمایی که داری نقد منو میشنوی، ممکنه نقد منو نفهمی یا نخواهی بفهمی یا اینکه برات صرف نداشته باشه. بنابراین او رو در مقام محاکمه قرار نمیدم، او رو در مقام مسئولیتی قرار میدم که عمل نکنه گمراه میخوانمش، نخواهم. او رو عمل نکنه انسانی میدانم که ترس بر او غلبه کرده، انسانی میدانم که او نمیتوانه در واقع آینده متوسط نزدیک حقوقی رو ببینه، او ناامیده. اگر صوفیای ما، دراویش ما میگویند بزرگترین گناه ناامیدی است، یک حقیقت، یک امر واقعی در این خوابیده، یک عینیتی در این خوابیده. موقعی که من ناامید بشم از گفتگو با شما در این حالت، خیلی خوب دیگه دست برمیدارم، میگم برو بابا این که نمیفهمه، ادامه نمیدم. در صورتی که بحث همواره ادامه داره، من نقد میکنم، ممکنه در این نقدی که میکنم من نظر خودم رو بتوانم آخرین نظر ارائه بدم، ولی چون آخرین نظر ارائه دارم به این مفهوم نیست که همیشه من حق دارم، دوباره میتونه نقد بشه و ادامه پیدا کنه. پس در رابطه حقوقی ما گفتگو میکنیم، نقد میکنیم، گفتگو رو همواره باز نگه میداریم. نکته دیگه ای رو در واقع در اینجا مطرح میکنم و اون اینه که جوانها، هنرمندها، ورزشکارها، مردم با هم چگونه رابطه ای رو داشته باشن. آیا این صحیح است که جوانها رو بندازیم جلو تو خیابونا بگیم نوبت حالا که نوبتی باشه نوبت شما؟ نه، صحیح نیست. به نجمه میرسه. نسلها در حمایت از همدیگه هست که میان و جنبش رو تبدیل به جنبش عمومی میکنن. نسلها در رابطه حقوقی، در رابطه دوستی، در رابطه‌ای که در اون نقد میکنن و در اون رابطه نشان میدن، اما خود عمل میکنن. توقع این که همه عمل کنن رو ندارن، ولی امیدوارن که همه عمل بکنن رو موقع که پیش میگیریم، جنبش رو تبدیل به جنبش همگانی میکنیم. یه در درون ریزش هم، درون رژیم هم ریزش ایجاد میکنیم. فایده ایجاد ریزش در رژیم چیه؟ که جنبش عمومی ما بدون خونریزی یا با کمترین خونریزی به نتیجه میرسه. پس بنابراین مثال بزنم بر شما، در سال 57 فقط جوانان تو خیابون نبودن، همه بودن. سال 84 در فرانسه که من زندگی میکنم، همه با هم اومدن. انقلاب که چون در اینجا رژیم قبول کرد، کوتاه آمد، اصلاح درون ساخت، اختلال ساخت، اصلاح ساختاری شد. در سال 97 در فرانسه
دانشجوها اول اومدن تو خیابون، پشت سرش سازمان‌ها و احزاب اومدن، پشت سرش پدر و مادرهای دانش آموزا و دانشجوها اومدن. موقعی که پدر و مادر دانش آموزا اومدن، روزنامه‌ها نوشتن انقلاب نجیب. چند روز بعدش نخست وزیر طرح خودش رو که از بین بردن قراردادهای دائمی کار بود رو برداشت. پس بنابراین لازم توجه داشته باشیم که ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم توانا هستیم، اما این توانایی ها رو لازمه که در واقع اعلام کنیم، یعنی آشکار کنیم. اعلام نگفتم، اعلان گفتم، آشکار کنیم، نشان بدیم. و موقعی که نشان دادیم ضعف ها دیده میشه، نقد ها میاد و در اونجا به اصطلاح این دینامیکی که داریم تقویت میشه. اگر دینامیک رشد نباشیم، لاجرم در دینامیک تخریب هستیم. بین دینامیک رشد و بین دینامیک تخریب فضایی برای کارهای وسط وجود نداره، کارهایی که یه خورده از این یه خورده از اون باشه وجود نداره. فضای حقوقی، فضای ایستادن بر روی تمام حقوق هست، از همین الان هم هست، و فضای دینامیک تخریب در اون فضای منفعت سنجی هاست، فضای تبعیض ایجاد کردن هاست، فضایی است که در آن من میگویم فعلا این گونه عمل میکنم و این گونه عمل کردن من رو هم معلوم نیستش جان شمول است یا نه. بس بر در فضای رشد هستم، بر مبنای معیارهای جان شمول عمل میکنم، یعنی بر مبنای معیارهایی که میتوان تجربه کرد و چون میتوان تجربه کرد میشه روش توافق کرد. اما در موقعی که بر مبنای معیارهای جان شمول که حقوق هستن عمل نمی کنم، تفسیر دیگه، تفسیر من، تفسیر شما، جنگ 72 ملت، تفسیر من از کجا که بهتر از تفسیر شما نباشه؟ چرا مرگ بر فلان و فلان رو یکی زیبا میبینه یکی زیبا میگه؟ بر این که میگیم که این که فکر میکنه که این مرگ بر زیباست داره یک برخورد ایدئولوژیک میکنه، داره یک برخورد نسبی میکنه، در یک برخورد جدا از مفاهیم جهان شمول میکنه. آفتاب، دلیل آفتاب میاد موقعی که معیارهای جهان شموله، و زمانی که معیارهای جهان شمول هستن، کسی که داره اونو توجیه میکنه باید همراه اون توجیه خودش باشه که بیاد توضیح بده اینی که من میگم درسته. به محض اینکه توضیحش نباشه، اون حرفش هم مورد شک و تردید قرار میگیره. میبخشید زیاد حرف زدم. استفاده کردیم آقای رایی از صحبت های خیلی خوبتون. بانو جانبین دستتون بالاست، میشنویم شما رو. خیلی ممنونم. من اول یه صحبت کوتاهی دارم و بعد یه سوالی از جناب آقای رایی داشتم. سوال اولم این که من توی صفحه چتم نوشتم که من با قضاوت کردن آدما حالا با هر شغل و هر چیزی که هستن مخالفم، به خاطر اینکه خب ما هیچ وقت نمیتونیم اون نظری که ما داریم، اون حسی که ما داریم، به اون حالا آگاهی که ما داریم نمیتونیم اونو به کسی تحمیل کنیم. و بحث این هستش که اگر که کسی نمیخواد همراه بشه، خب میتونه همراه نشه، و بعدن این مردم هستن که خودشون قضاوت میکنن که با اون هنرمند یا ورزشگاه چجوری رفتار کنن. اما یه سوالی از آقای رایی داشتم. ما توی ورزشکارامون خب بانوان هم هستن که متاسفانه خیلی وقتا حقشون خورده شده. ما حتی توی کانون هم بارها در این مورد صحبت کردیم و حتی اطلاعیه هم نوشتیم. بانوانی که حتی به خاطر مسائل خانوادگی که داشتن، وقتی که قرار بود که به هر حال توی یه المپیکی شرکت کنن یا یه مسابقه جهانی شرکت کنن، همسرشون حتی ممنوع خروجشون کرد. یعنی کاملا این مسائل و این مشکلات بانوان رو علاوه بر این که ورزشکار بودن و این مسئله حجاب، این مسئله به هر حال حضانت فرزند، تمام اینها رو و حتی کمبود امکانات ورزشی رو حس کردن. یعنی از دو طرف حس کردن، هم به عنوان زن بودن هم به عنوان ورزشکار بودن. اما الان من میبینم که اکثرا کسانی که، حالا اسم نمیارم، اما کسانی که حتی اسمشون آورده شد که این حق ورزشی و این حق زنانه ازشون گرفته شده، این حق برابری ازشون گرفته شده، الان سکوت کردن. من میخوام ببینم چطور ممکنه که یک نفری که انقدر بیشتر از ماها این مسائل رو حس کرده الان ساکت شده و هنوز متوجه این قضیه نشده که الان که همه دارن برای اون حقی که
اون ازش ضربه خورده، تلاش میکنن، چرا اون همکاری نمیکنه و همراهی نمیکنه؟ و اکثرا هم طلاق گرفتن، یعنی زندگیشون حتی به پایان رسیده، یعنی حتی ترسی از این بابت هم ندارن. مرسی، میکروفون در اختیارتون. من از نظرتون آقای منیری عزیز بیشتر شما رو. مرسی، ببخشید که پر حرف میکنم، هی میام وسط. آقای رایی فرمودن، آقای رایی کلن حالا آدم ها رو دو دسته کردن، سلبریتی ها رو، سیاه و سفید. حالا من در واقع میخواستم این وسطی ها، خاکستری ها رو در واقع راجع بهشون صحبت بکنیم. کامل اونهایی که سیاه هستن، سازشکار هستن، حالا من این رنگ رو براشون میذارم، سازشکار هستن رو کامل صفاتشون رو فهمیدیم، اونهایی که مقاوم هستن رو کامل صفاتشون رو فهمیدیم، اما بر اساس گفته بقیه دوستان یه تعدادی هستن که این وسط هستن و تکلیف ما با اونها چیه؟ این یک موضوع. یه موضوع دیگه، من یک سوالی اول کار مطرح کردم که حالا بر اساس گفته های دوستان و همچنین آقای رایی باز من تا یه حدود زیادی به جوابش رسیدم و اون هم این بود که من عرض کردم آیا این مردم هستن که به حمایت سلبریتی ها نیاز دارن یا سلبریتی ها به حمایت مردم؟ بر اساس گفته هایی که تا الان شده من متوجه شدم که بیشتر این سلبریتی ها هستن که به حمایت مردم نیاز دارن، یعنی باید از مردم حمایت کنن تا بتونن اون پشتوانه اجتماعی رو داشته باشن و در واقع این وظیفه مردمه که اجازه ندن، یعنی اون حافظه تاریخیشون رو نگه دارن و اجازه ندن اونهایی که پشت مردم نبودن همچنان اون پشتوانه اجتماعی رو داشته باشن. من حالا عرض کردم یه موضوعی آقای لطفی قبل‌تر فرموده، حالا من این مطالب رو بیان کردم، یه سوالی میخواستم در واقع مطرح بکنم. این که گفتیم خب کسی رو حق نداریم محکوم کنیم، ما که به عنوان قانون نمیخوایم کسی رو محکوم بکنیم، سلبریتی رو نمیایم بگیم چون تو حمایت نکردی باید مجازات بشی، اما از لحاظ محبوبیت یک شخص مردم، از یه جایی خانم روزده ببخشید خانم جهانبین فرمودن که هر کسی بیاد خوبه، ما اگر واقعا بخوایم حالا از طرفی، حالا خیلی ها دوست دارن حمایت سلبریتی ها باشن، اگر بخوایم اون انسان های خاکستری رو بکشونیم سمت مردم باید محکوم بکنیم، یعنی باید ازشون بخوایم حتما، و این اتفاق کی باید بیفته؟ یعنی خب به هر حال میگیم، مثلا میگیم از فردا اگر تو با مردم نباشی حداقل چی بهش میگن؟ اون پشتوانه و اون محبوبیتت از بین میره. خب نه، این فردا شاید یکی پس فردا بخواد چی بکنه. به هر حال من با خانم جهانبی موافقم که هر کس هر کی اومد خوش اومد، حالا توی هر زمانی، اما ما داریم در واقع براشون یه حاشیه امنی برای اون آدمای خاکستری داریم یه حاشیه امنی تعریف میکنیم که بهشون میگیم آقا تو هر موقع اومدی اوکیه، اما خب یک دفعه طرف میگه خب پس من جمله آخرم، طرف میگه خب پس بذار من مطمئن بشم که این جنبش مطمئنن به یه ثمری میشینه، بعد اقدام میکنم، که اون موقع دیره، اون موقع دیگه نمیخوایم هم حمایت بکنه. اون خواستنمون، حالا همونجوری که آقای رایی گفت ما میتونیم بخوایم ازشون و از یه جایی به بعد دیگه اصلا نمیخوایم، دیگه لازم نیست، اصلا حضورشون دیگه نیازی نیست، چون دیگه قطعیت پیروزی هست. از کجا توی چه شرایطی ما میتونیم این رو از سلبریتی ها بخوایم؟ مرسی بابت وقت دادن. ممنون از شما. آقای سبزیان رو هم بشنویم و بعد سخنان آقای رایی. آقای سبزیان بفرمایید. خیلی ممنون که دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من احساس میکنم آدم بده شدم مثلا یه جوری. ببینید، من قضاوت نکردم کسی رو، من نظرم رو گفتم و اینکه حالا نظرم شما موافقید یا مخالفید، من برای نظر مخالف شما هم حتی احترام قائل. من آقای رایی با یه سری صحبت های شما گفتم موافق نیستم،
احساس میکنم بعضی از صحبت‌های شما خیلی ایدئاله، یعنی خیلی کماله، یعنی خیلی بالاست در شرایط حال. ببینید ما اگر میخواستیم فقط سازش بریم جلو، این جنبش اصلا شروع نمیشد. چطور ممکنه با این جمهوری اسلامی سازش داشته باشیم؟ و چه بسا من حتی، ببینید این جمله رو که دارم میگم درد پشتش ها، چون واقعا اعتقاد دارم به حق حیات، اما از یه طرفم وقتی دارم این جمله رو میگم واقعا دارم درد میکشم از درون. من حتی اون شخصی که میزنه اون کودک رو میکشه، اون زن رو میکشه، 7-8 تیر میزنه اینو میکشه، حتی اعتقاد دارم اونم باید توی دادگاهی به صورت عادلانه محاکمه بشه. من اصلا هیچ کسی رو تهدید نکردم، هیچ کسی رو قضاوت نکردم. من حرفم اینه بابا اون هنرمند، اون ورزشکار نباید بیاد از خودش دفاع کنه، از من دفاع نکنه. بابا ما توی یه کشتیم، اگر باور نداشته باشیم اینو، خب دیگه چه فرقی میکنه؟ اصلا دیگه به چه درد من میخوره؟ الان مثلا این همه کشته شدن، تموم شد رفت، جنبش هم شد، انقلاب هم شد، بعد اون ورزشکاری بخواد بیاد به من بگه به چه درد من میخوره؟ اون الان باید بیاد که حمایت کنه، اون الان باید بیاد. حالا شاید باز بگید قضاوت، گفتی باید شاید نظرهامون متفاوت باشه. من حتی نمیگم که من اسم شخصی هم نمیبرم تو این جلسه، نمیخوام صحبتم دو طرفه بشه، اما حرفم اینه ما هدفمون یکیه. خب اما آقای رایی 100% شما اطلاعاتتون، دانشتون از من 100% بالاتره، شکی هم پیش نیست و من صحبتتون رو واقعا لذت میبرم گوش میدم. اما من یه سوال دارم، یک زمینی هم که کشاورزی باشه آفت میزنه، شما باید چند بار شخمش بزنید، چیزی توش نکارید، یه مدتی طول میکشه که دوباره بذر رو بکارید رشد کنه، چون نمیتونید از اون زمین انتظار یک میوه خیلی خوبی داشته باشید برای همون اوائل، درسته؟ پس الانم من ایرانو به این شکل میبینم و اینکه قضاوت نیست. من نظرمه آقای شایگان تموم شد صحبت هم فقط همینه. جمله آخرم واقعا من کسی رو قضاوت نمی کنم. من دارم میگم که باید در کنار هم باشیم، ما فقط خودمونو داریم. من فقط حرفم همینه، وگرنه هیچ مخالفتی با هیچ کدوم از صحبت ها ندارم، چون میدونم هدفمون یکیه. ممنون از نظرتون. من فکر کنم جمع‌بندی کل این نظراتی که تا الان من خودم شخصا نظر خودم رو میخوام بگم که جمع‌بندی کنم از نظرات دوستان، اینه که مردم در حال حاضر نیاز به حمایت دارن و این حمایت ها باعث دلگرمیشون میشه. حالا این حمایت ها از سوی هنرمند، ورزشکار، اصناف و غیر و ذالک میتونه باشه که باعث دلگرمیشون باشه. من فکر کنم منظور دوستانم در مجموع باشه. آقای منیری رو هم یک بار دیگه بشنویم. آقای منیری ببخشید دوباره وارد میشم، من یک جمله رو فراموش کردم. من حالا یک کامنتی بذارم روی صحبت آقای سبزیان. متاسفانه من الان میخوام اینو عرض بکنم، از کی ایران کامل حقوق رو رعایت کرد؟ پس خود به خود ما میدونیم بسیاری از سلبریتی ها به هر حال در هر صورت باید تاییدیه حکومت رو داشته باشن. پس چی؟ پس تا بخوان به یه جایی برسن، وگرنه بخوان از همون اول کار مخالفت بکنن اصلا سلبریتی نمیشن، اصلا تبدیل به اون آدم معروف نمیشن. پس تا یه حدودی اون سازش رو داشتن در مقابل بسیاری از چیزا چشماشون رو بستن. حالا الان من میگم که کاملا نباید این کار بکنن، اما این انسان ها 100% انسان های مخالفی نبودن، 100% انسان های مقاومی نبودن که تا الان به اینجا رسیدم. مرسی، ببخشید. خواهش میکنم بانو سیمین رو هم بشنوی و بعد سخنان آقای رایی. بفهمم ممنونم که مجدد این فرصت رو به من دادید. من همچنان میخوام بحث قبلی خودم، یعنی بر اون کلام قبلی خودم باز تاکید داشته باشم، مبنی بر این که ببینید اصلا سلبریتی ها رو اینا کاریزماهای دروغین دارن، اینا برای
اهداف خاصی عموما میان تو جامعه ساخته میشن، مردم هستن که اینها رو رشد میدن، بال و پر بهشون میدن. اصلا رابطه‌ای که اینا با مردم دارن یه رابطه واقعی نیست، رابطه برابر نیست. در واقع مردم ما هیچ وقت اون آرمان خودشون، اون رئالیته، مردم ما هیچ وقت رئالیته خودشون رو توی سلبریتی‌ها نمی‌بینن. همیشه دارن فضای آرمانی ذهنی خودشون رو توی سلبریتی‌ها مشاهده می‌کنن. اینا عموما سعیشون این هست که همیشه فضای ذهنی مردم رو توی سطح نگه دارن، اون قدرت تجزیه و تحلیل رو از مردم ما واقعا سلب می‌کنن به واسطه توجهشون به اون مسائل سطحی که وجود داره. این حالا وقتی میان اینا کم کم به سطح فرهنگی جامعه میرسن، سعی میکنن خودشون رو در واقع وامدار افرادی نشون بدن که دارن تو حوزه اندیشه نفوذ میکنن، اما واقعا اینها اون افراد سطحی نگری هستن که ساخته میشن، رشد پیدا میکنن، میان بالا تا توجه ها رو به سمت شهرت، مد، لباس پوشیدن، آرایش یا حالا هر نمیدونم هر چیزی که میتونه باعث دنیای ذهنی و سطحی آدم ها باشه رو جلب بکنه. اینا آخه گنگ خواب دیده نیستن که ندونن چی خوبه چی بده، از دنیای دیگه که نیومدن، اینها تو همین دنیا دارن زندگی میکنن و میدونن که چی میخوان و چه چیزی هم درسته. اما واقعا به نظر من همون تأمین منافع مادی این طبقه است که باعث میشه که اینها به عنوان یه طیف اکثریت خودشون رو جدا از مردم همیشه نگه دارن و به اون شکلی که قاطع باید توی هر در واقع تو هر رویدادی خودشون رو نشون ندن. ممنون از نظر شما. من فکر می‌کنم در مورد عزیزانی که در مورد تمام سلبریتی‌هایی که همراه مردم نبودن صحبت کردیم، ولی در مورد اونایی که همراه مردم بودن کمتر صحبت شد. فکر می‌کنم در این زمینه هم بهتر که صحبت کنیم. آقای رایی بفرمایید شما. بله خیلی ممنون، مرسی. من بسیاری از صحبت‌های دوستان رو تایید می‌کنم، در مواردی هم در واقع سعی می‌کنم اضافه کنم نکاتی رو. ببینید در داخل کشورهای زیر سلطه یک نیرویی هست به اسم نیروی بورژوازی کمپرادور، اونطوری که در امریکا جنوبی بود، یا نیروهایی که در واقع صادر کننده انرژی ها هستن. بورژوازی کمپرادور در امریکا از طریق واردات می آمد، سرمایه ها رو تبدیل به ارز می کرد، خارج می کرد و اقتصاد داخلی رو تخریب می کرد. توجه داشته باشیم در اقتصاد مصرف محوری مثل اقتصاد ایران یا در کشورهایی که این بورژوازی کمپرادور یا نیروهایی که صادر کننده انرژی هستن به وجود میاد چیه؟ در اینجاها فرهنگ مصرف گسترش پیدا میکنه، فرهنگ تولید ضعیفه، تولید اقتصادی، تولید فرهنگی، تولید سیاسی، تولید فکری و همینطور انواع اقسام تولیدهای مختلف اجتماعی. چرا عادت کردن مردم به مصرف؟ ببینید الان ما با هم صحبت میکنیم تو جمع ما، همه ما تا به اندازه های مختلف با حقوق آشنا هستیم. موقعی که پاسخ میدیم، نقد میکنیم، تولید اندیشه داریم، همه با ارزش صحبت میکنیم. چرا که میفهمیم و میدانیم که این نکته، این زاویه دیده نشد یا این زاویه ممکن است دیده نشد یا لازم است که باز بشه، باز میکنیم. پس بنابراین این که در جامعه عده‌ای میان و انحصار ایجاد میکنن، احتکار ایجاد میکنن، فساد ایجاد میکنن برای اینکه ندرت رو به عنوان اینکه ندرت هست بردارن برای خودشون و به قول خودشون کار ایجاد بکنن و نیرو ایجاد بکنن، همیشه وجود داره در جامعه های زیر سلطه. در جامعه ما هم بر مبنای صادر کردن نفت و وارد کردن، این قشر دهک بالایی، حتی الان 2-3% بالایی شکل گرفته در جامعه ما. اینها سرمایه گذاری می کنن که ضد فرهنگ یا فرهنگ سازش یا فرهنگ قدرت به وجود بیاد.
بنابراین این چهره‌های مشهور یا این شهره‌هایی که ما می‌بینیم و که مقاومت نمی‌کنن، یا اینکه نادانن و یا اینکه نه اصلا نقش همین شبیه بورژوازی کمپرادور رو بازی می‌کنن، نقش صادر کننده ها رو، نقش اینکه بر جامعه مسلط باشن رو بازی می‌کنن. پس بنابراین نباید، لازمه که توجه داشته باشیم که اینا دیگه در جامعه ما اینه و ما به میزانی که خوب عمل میکنیم و به میزانی که بر حقوق میایستیم و سازشکارانه و مصلحتکارانه عمل نمیکنیم، روز به روز فضای حقوقی رو اضافه میکنیم. پس بنابراین برمیگردم به صحبتی که خانم جهانبینی فرمودن در مورد راه حل‌های فعلی و راه حل‌های جمعی و علت سکوت. ببینید یک مطلبی رو حالا من اینجوری فرمول بندی کردم، ایشون به این صورت فرمول بندی نکردم. چرا من اینجوری فرمول بندی میکنم؟ میخوام بگم که اگر ورزشکارهایی رو محروم میکنن برن، بعضی اوقات راه حل آنها فردی نیست، حتی گروهی نیست، جمعی است. نمیتوان راه حل جمعی رو با راه حل فردی جایگزین کرد و نمیتوان راه حل فردی رو با راه حل جمعی جایگزین کرد. شخصی که به او تعرض میشه میتوانه حقوق خودش رو تقاضا کنه و میتوانه مقاومت بکنه و میتوانه کمک بگیره و میتوانه اگر در جمع کوچکی به اندازی کافی نیرو جمع کرد اون رو خونسا کنه و زور رو پس بگیره، ولی اگر زور بالاتر بود منتظر مجبور وایسه. چرا مجبور وایسه؟ به این علت که فردی بخواد جواب بده نه تنها جواب نمیده بلکه ناامیدی ایجاد میکنه. به این علت که این رابطه دو قدرت نامتعادلن. پس بنابراین همیشه حواسمون باشه که راه حل رو در دراز مدت و میان مدت در نظر بگیریم. در کوتاه مدت بعضی وقت جواب میده ولی همیشه جواب نمیده. مثال من الان که شما سوال میکنین، ابتدا به ساکن بر اساس اطلاعات خودم میتونم به شما جواب بدم، اما اگر روش مطالعه بکنم در زمان متوسط و دراز، این میتونه بسیار عوامل زیادی رو مطرح کنه که حتی الان ممکنه به مخیله من یا بعضی از ما خطور نکنه. در مورد صحبت آقای منیری که در مورد تکلیف و وسط بازی ها و اینها مطرح فرمودن، صحیحه. یه دی البته این مطلب رو من بگم که هنر سیاه و سفید داریم، نه هنرمند سیاه و سفید. هنر سیاه و سفید بعد میشه در وسطش انواع اصلا بازی های هنرمند در آورد. هنری که آلوده به قدرت باشه باز هنر قدرته، هنری که آلوده نباشه هنر آزادیست، هنر حقوقیست، هنر مردمیست، هنر تمدنی ما ایرانی ها میشه. یعنی من اگر نمیتوان دو سیستم راست و دروغ رو با هم ادغام کرد، راست راسته، فقط راست گفتنه، بجز راست گفتن نیست و تمام راست گفتنه، دروغ معجونیست از راست و دروغ. هنر هم همینطور، اگر هنری رو آمدیم آلوده کردیم، دو تا عامل به سر حقوقی رو توش گذاشتیم ولی همش حقوقی نبود، دروغه. این فرهنگ قدرته. چرا؟ حقوق یه سیستم کامله و یا همشو داریم یا هیچ نداریم، وسط این دوتا نداریم چیز رو. هنر هم همینطور و ورزش هم همینطور و همه ارزش‌های انسانی همینطور. حالا در مورد این صحبت که کی به کی تکیه بکنه، ما این که به چهره‌های مشهور تکیه کنیم یا چهره‌های مشهور، اینا رابطه متقابل دارن. به میزانی که هر کدوم از ما درست عمل بکنیم برای یکی اثر میذاریم. بنابراین انسان موجود اثرگذار، اثرپذیر و انسان یک طرف بین، انسان قدرت بین، اثر نپذیر، اثرگذار میخواد باشه. بنابراین موقعی که میگوید حکمش اینه که آنچه من میگویم صحیح است، این کار رو انجام بدیم راه حله، ولی اگر این کار انجام ندیم راه حل نیست. فکر حقوقی میگه با هم تصمیم میگیریم، با هم جمع‌بندی میکنیم، نظرات تخصصی رو میشنویم، این نظر تخصصی در درون همون نهاد خودش نقد میشه،
سیستم های تخصصی دیگر رو نقد میکنن، نقد اینها به رسانه کشیده میشه، شفاف میشه و جامعه تصمیم میگیره، نمایندگان مردم مجری تصمیمات نهایی خود جامعه هستن. در واقع در اینجا دموکراسی نمایندگی رو دارم نقد میکنم که دموکراسی ناقص هست که مردم رأی میدن به نماینده های خودشون بعد از اینکه رأی گرفتن حالا میخوان برنامه خودشون اجرا کنن یا نکنن، این وسط مجبوریم 4 سال 5 سال وایسیم تا اینکه دوباره یه تصمیم دیگه بگیریم. پس بنابراین زمانی که دموکراسی رو کامل اجرا میکنیم ما مردمیم، حاکمیت ادمان ماست. موقعی که میگویم من مردم حاکمم، جمهور مردم، همه مردم حاکمیم، یعنی چی؟ یعنی که جمهوری رو میخوایم. جمهوری یعنی حاکمیت مردم. موقعی که من جمهوری رو خواستم، در این جمهوری میدانم که راه حل ها رو خودم در درون جمهوری قائل میشم، دخالت های قدرت داخلی و خارجی موقوف، جلوی اونا رو میگیرم. بس من مستقلم و نه عدم وابستم، نه اینکه غیر وابستم. غیر وابسته میتونه این معنی رو بده که من حالا شما آمد تو کار من دخالت میکنه، من به شما که وابسته نیستم، خودم میخوام انجام بدم. این خودش میتونه یک نوع قدرت مداری باشه. میتونیم نهاد قدرت رو بر خود تشکیل بدم. چرا؟ به این علت که حرف نمیشوم، که مشورت نمیکنم، که نظرات جمع رو گوش نمیکنم، که آنچه را که میفهمم میخوام عمل بکنم. یه جایی ممکن درست عمل کنم، یه جایی غلط. و بنابراین رابطه حقوقی رابطه همواره دو طرف است، رابطه همواره در همیست، رابطه احسان و تواضع است. این احسان رو من دارم که خود رو در شما ببینم، این تواضع رو دارم که شما رو در خودم ببینم، یا برعکس. پس بنابراین اما در مورد صحبت قضاوت نکردن و اصول قضاوت نکردن توجه باید داشته باشیم. قضاوت نکردن 25 اصل حقوقی داره. اگر یک زمانی دوست داشته باشین یک بار روی این جلسه مستقل داشته باشین، حالا با من یا هر کدوم از دوستانی که روی حقوق کار کردن، چند تاشو الان برای شما میگم. یکی اینه که موقعی که من دارم قضاوت میکنم اصل رو بر جبران باید بذارم. من طوری با شما صحبت کنم که شما اگر اشتباهی رو کردین اون اشتباه رو به شما توضیح بدم، شما بتوانید جبرانش کنید. این جبران کردن شماست که ارزشه. این که در ابتدا اشتباه کنین ممکنه ارزش ممکنه پیش میاد دیگه، یعنی هست، میتونم آدم درست بگه میتونه غلط بگه. بس اصل جبران رو هم برای خودم در نظر بگیرم، طرف مقابل خودم. اصل جبران رو حتی اگه جرمی هم پیش اومد برای خودم در نظر بگیرم، برای طرف مقابل بیام طوری مجازاتش بکنم که دیگه خاص حق جبران از بین بره، خود من غیر حقوقی عمل کردم. قاتلی که میاد یکی رو میکشه، من میخوام یکی رو در مقابلش بکشم، خب اولا که حق اون کسی کشته شد زنده نمیشه، در مقابل حق حیاتی که از این گرفتم یه حق حیات دیگه هم تجاوز دیگه بهش اضافه کردم. ولی اگر بگذارم که این قاتل بیاد خود رو ترمیم بکنه و بیاد در درون جامعه، اینجا من موفقم. من در دانشگاه ونسن فرانسه پاریس یک استادی مادر خودشو کشته بوده، در دانشگاه در زندان درس میخونه، دکترای روانشناسی میگیره و استاد دانشگاه میشه. پس بنابراین امکان این که انسان همیشه امکان برگشت، امکان ترمیم داره. موقعی که این قاتل برگشت میشه این لذت داره، این در واقع صحیح، این زیباست. یعنی این توانایی رو ما داریم که جرم اون رو نه تنها در او میبینیم، در خود ما هم ببینیم. ما مسئولیم که او در جامعه ما با خشونت بزرگ شده، ما مسئولیم که در خانواده ما با خشونت بزرگ شده، آمده قاتل شده. من چی کار کردم که او قاتل شده؟ او فرزند این جامعه است، او برادر منه، پدر منه، فرزند منه، خواهر و برادر منه، ما چرا نتونیم، دوست منه، همبازی منه، چرا من نتوانستم او رو خشونت، اون دینامیک خشونت او رو خونسا کنم؟ در اینجا مسئولیت دارم و بنابراین جامعه حقوقی جامعه‌ای است که در اون مسئولیت رو همگانی میکنه به اندازه های مختلف. همه مسئولیم که خامنه ای سرکاره، همه مسئولیم که در خونه خشونت وجود داره، همه مسئولیم که در گفتگوهای ما گاهی اوقات خوب پیش نمیبریم و خرابش میکنیم. اما یک مطلبی رو در اینجا توجه داشته باشیم و اون مسئله رندی هست که در عرفان فارسی هست. رندی یکی از راهکارهای پیشبرندگی حقوقی هست، یعنی موقعیت شناسی، یعنی به انداز سنجی، یعنی فرصت طلبی مثبت، فرصت طلبی حقوقی.
الان جنبش ایجاد شده، در این جنبش لازمه من حقوق رو به صورت آموزشی، به صورت گفتگویی، همین کاری که ما داریم میکنیم ببرم جلو، در اینجا رندی داریم به خرج میدیم، داریم از موقعیت استفاده بجا و به اندازه میکنیم. مثال بزنم برای شما، دانمارک یک جامعه است که به میزان زیاد در خیلی از زمین‌ها از نظر حقوقی پیشرفته است. شما در تمام دانمارک بازارهای روزی رو میبینید که در اونجا محصول هست، یه ترازو و یه جعبه کوچیک یا یه صندوق کوچیکی هست، مردم میان جنس رو برمیدارن میکشن، قیمتش رو پیدا میکنن، پول رو اونجا میذارن، فروشنده هم وجود نداره، آخر روزم فروشنده میاد پولش برمیداره. چرا؟ به این علت که این جامعه یاد گرفته رابطه حقوقی برقرار کنه، این جامعه یاد گرفته که اعتماد کنه. میزان اعتماد در جامعه دانمارک 89% بین مردم، 94% نسبت به دستگاه اداریشونه. پس بنابراین در جامعه‌ای که میزان اعتماد بالاست کارا راحت میشه، خرج ها میاد پایین، مجازات ها میاد پایین، اما میزان سرزنش اخلاقی بالاست در جامعه. یعنی در اونجا همین کاری که شما میگین چرا هنرمندا عمل نمی کنن، این اخلاق شما رو نشون میده که شما میدانید قسمتش اینه، قسمتش به شرطی که سرزنش نباشه، میدانید که این مسئولیت خودش انجام نمیده و میگویید، نشونش میدید، میگویید ما داریم عمل میکنیم، تو چرا عمل نمیکنی؟ سوالی که میشه کرد ازش، مطرح که میشه کرد، حالا اون عمل نمیکنه نمیکنه. اینجا در دانمارک کاری میکنن، یک وزیری که میاد یه ساندویچ از پول دولتی میگیره مورد سرزنش قرار میگیره و مجبور پول و ساندویچ خودش ببره تو صندوق بذاره. یه خانم دانمارکی، یه مثال دیگه براتون میزنم برای اینکه ببینید چقدر اعتماد کردن به همدیگه سرمایه است، چقدر موقعی که بر اعتماد به همدیگه تکیه میکنیم رشد حقوقی خودمون رو بالا نگه میداریم. البته به صورت مسئولی نمیشه به اعتماد کرد، لازمه که تمرین کنیم این کارها رو. همسایی که آچار میگیره از همسایی خودش، لازمه که خودش برگردونه، نه اینکه 6 ماه بعد همسایی بره درش بزنه بابا این آچاری که بهت دادم الان خودم لازم دارم. در یه خانم دانمارکی با 89% اعتماد بین مردم میره امریکا که در اونجا میزان اعتماد مردم به هم دیگه 27%. کالسکه بچه خودش رو، یه نوزاد خودش رو جلوی در فروشگاه لباس میذاره، میره توی لباس خرید میکنه، همینجور داشته لباساشو نگاه میکرده، حالا نگاه میکرد و خرید میکرده، پلیس میاد این خانم رو بازداشت میکنه، با کالسکهش برمیدارن میبرن اداره پلیس. میگه چرا منو بازداشت کردین؟ میگه که تو چطور، چه مادر بدی هستی که بچه‌ت اینجور جلوی در گذاشتی، ول کردی خودت رفتی دنبال لباس کشتن خودت. خانمه توضیح میده من دانمارکی هستم، آمریکایی نیستم، در اونجا موقعی که بچه‌مو جلوی در میذارم مردم خودشون مواظب بچه من هستن و به مردم خودم اعتماد دارم. چطور شما به فکر این افتادی که دزد میاد بچه من رو، به فکر این نرفتادی که مردم بچه من رو نگه میدارن؟ میبینید تفاوت دو تا فرهنگه. در مورد صحبت آقای سبزیان که یه نقدی رو داشتن در مورد ایدئالی بودن صحبت‌ها، دو تا توضیح رو میدم. یک، این فکر که ایدئال و واقعیت از هم جدا هستن یک فکر دوالیستی هستش، یک فکر سیلوژیک هستش، یک فکر ثنویتی در مقابل همی هستش. این فکر، فکر ناسعی هستش که در بسیاری از جا بر بین مردم جا افتاده اما در بین همه مردم جا نیفتاده. به عنوان مثال برای شما بگم، ویکتور هوگو در فرانسه میگه ایدئال امروز واقعیت فرداست. یعنی یه قسمت جامعه فرانسه الان میدانه که این گونه است. دانمارکی ها ایدئال رو از واقعیت جدا نمیدونن. چرا؟ به این علت که شما موقعی که حقوقی عمل میکنید این ایدئالیست، این در شماست، طبیعت شما حقوقیست، شما این گونه فکر میکنید به طور طبیعی. اگر این گونه فکر نمیکنید بلکه آلوده شدید به روابط قوا. شما که این گونه فکر میکنید آن چیزی رو میخواد که طبیعت شماست. میفهمید شما زمان رو زمان بندی کنید اما صرف نظر نمیکنید از این حقوق. پس بنابراین میبینیم که موقعی که داریم صحبت از ایدئال حقوق میکنیم توجه داشته باشیم که یک جاهایی درست میگوید آقای سبزیان که زمان رو لازمه متوسط در نظر بگیریم یا زمان در نظر بگیریم، اما این چیزی رو که ایدئال اگر به معنی محال، فرض محال میگیریم، اشتباه، اوتوپیک نیست در واقع، بلکه میتوانه این واقعیت باشه.
پس بنابراین در اینجا خواسته های ما قسمتیش هدفن، قسمتی استراتژیان، قسمتی تاکتیکن. از نظر من هدف ما دموکراسی است، یعنی برداشتن همه حاکمیت ها بر ما، بالاشتن همه پدر سالاری ها، مادر سالاری در ایران خیلی اگر هم باشه خیلی ضعیفه، مثلا در چین وجود داره، در بعضی جاها وجود، در غرب افریقا وجود داره. خانم الیزابت بدنتر که فیلسوفه، یک فمینیست و یک فیلسوفه، میگه که مادرها در کشور مثلا الجزایر آنچنان اقتداری بر پسرای خودشون دارن که پسراشون 60 سال 70 سالشون که میشن هنوز دنبال مامانشون میدونن. این اقتدار مادرگرایانه رو دارن. حالا به هر حال در کشور ما بیشتر پدر سالاری ها رو برداریم، مرد سالاری ها رو برداریم، اینو نمیخوایم. پس بنابراین هدف ما دموکراسی است. بعد برای این هدف ما فکر راهنما پیدا میکنیم، معیار پیدا میکنیم. معیار اینه که آقا من خودم تشخیص میدم، بنابراین مستقلم، من آزادم. آزادی یه تعریف درست داره، یعنی داشتن همه حقوق، همه حقوق رو دارم. من حقوق رو نمیتوانم صرف نظر بکنم، از آزادی خودم نمیتونم اون صرف بکنم، زمان عمل منم بلافاصله بعد تجاوز به آزادی منه. پس بنابراین به اندازه عمل میکنم، توجه دارم به راه حل فردی و جمعی، ولی همواره بلافاصله بعد تجاوز عمل میکنم. من عدالت اجتماعی میخوام، یعنی عدالت میزانی است که حق رو از ناحق تمیز میده. من عدالت اجتماعی میخوام، یعنی عدالتی میخوام که در اون مردم همه امکانات رو دارن، این گونه نباشه محله ثروتمند بچهش بره مرسی خوب، بچه من توی محله فقیر نتونه حتی دیپلمشان بگیره و حتی نتونه افعالو صرف بکنه. پس بنابراین حتی نتونه یه فرموله که جلوش میذارن، یه نوشته که جلوش میذارن بخونه اونو پرش بکنه. پس من عدالت اجتماعی میخوام. در اونجا میدانم که در قسمت‌های از جامعه من، جامعه من عقب افتاده. کجا جامعه من عقب افتاده؟ اونجایی که تبعیض زیادتر بوده، مثلا در کردستان امکانات اقتصادی بهش ندادن، خوزستانی که نفت داره امکانات کافی بهش ندادن، در جاهای آب حتی آب خوردن بهش ندادیم. پس موقعی که من عمل میکنم رفع جبران حقوقی میکنم، یعنی عقب افتادگی ها رو با امکانات بیشتر جبران میکنم تا برسن به اون قسمت ها، و سعی میکنم که یک موزاییک مردم ایجاد بکنم، یک همگونی. من زیاد با سر زدم در مورد صحبت خانم سیمین که فرمودن شهره‌ها و چهره‌های مشهور تخریبگر داریم، حق باشون هست، داریم به علت همون کسانی که این نقش رو دارن و مأمورن در واقع، و یا اینکه نه اصلا سازش رو قبول دارن و به ذهنش هم نمیرسه که سازش اشکال داره، یا اینکه نه مردم رو تحقیق میکنن فکر کنم توانی ندارم. توجه داشته باشیم در همه کشورها که انقلاب شده قبل از انقلاب همین اشکالایی که ایران داره فرانسه که مثلا انقلاب کرده 200 سال پیش، شما نگاه میکنین وضعیت مردمش رو میبینین بسیار بدتر از این ایران الان ما هستش. فساد بوده، دزدی بوده، رشوه دادن بوده، انواع اقسام قتل و غارت ها بوده، دزدی ها بوده. پس بنابراین جامعه زمانی که تصمیم میگیره، قسمتی از جامعه زمانی که تصمیم میگیره تغییر بکنه تا بتواند تغییر بده، به تدریج این فضا حقوقی رو باز میکنه و به تدریج اون تغییر هم ایجاد خواهد شد. میبخشید زیاد حرف زدم. خیلی هم عالی بود. ممنون از صحبت خیلی خوبتون. خانم جهانبین گویا صحبت دارن، بیشتر شما رو خانم جواب. خیلی ممنونم از آقای رایی بابت توضیحاتی که ارائه دادن. در مورد اون بخش اول صحبتتون که سوال آقای منیری بود در مورد هنر سیاه و سفید و ایشون نظرشون در مورد هنر، حالا هنرمندی که خاکستری هستش و حالا توی یه بلا تکلیفی به سر میبره، من میتونم صحبت شما رو اینجوری مطرح کنم. کلن خب ما میدونیم هنر میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم، یا هنر برای هنر یا هنر برای مردم. این بخشی که ما الان درگیرشیم هنر برای مردمه، اون بخش هنر برای هنر و مکتب پارناسیسم اصلا این چیزا نیست. ما الان توی شرایطی هستیم که همه این جمعی که وجود داره معتقد هستش که این هنر باید به نفع مردم تموم بشه، و به هر حال این صحبتی هم که دوستان میکنن خلاصش همین هستش. حالا این منفعت، این سود دادنه
از نظر ما هم ممکنه یه تعریفی داشته باشه از کسی که از نظر کسی که کلن با این جنبش مخالف هستش و نظرش اینجوری نیست یه چیز دیگه است. برای همینه که من چند بار گفتم که خب به هر حال نمیتونیم اصراری بکنیم که کسی با این جنبش همراه باشه. اما یه سوالی از شما داشتم آقای رایی در مورد یه چیزی که خیلی پررنگ هستش، اونم قدرت شبکه‌های اجتماعیه، چیزی که ما میبینیم که توی این جنبشی که داره اتفاق میفته مردم خیلی دارن ازش استفاده میکنن، به هر حال هشتگ‌های مختلفی که زده میشه و صحبت‌هایی که خیلی از آدما میکنن. اگر که ممکنه در مورد این مسئله استفاده از شبکه‌های اجتماعی و قدرت شبکه‌های اجتماعی توی این جنبش اخیری که در واقع جاری هستش این رو لطفاً مطرح کنید. به اضافه اینکه اختصاصی من در مورد یه هشتگ صحبت دارم به خاطر اینکه خیلی دارم در موردش صحبت میشنوم، هشتگ یا شعار زن زندگی آزادی. برای منی که مدافع حقوق بشرم این هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه زنان زیادی در واقع همه زنان حقشون توی ایران خورده شده. اما من میبینم که از طرفی یه عده از جامعه ایرانی که یه مقداری خصلت مرد سالاری هم دارن مخالف این شعار شدن، به خاطر اینکه میگن چرا زن زندگی آزادی، پس نقش ما مردا چی میشه، مگه ما پا به پای شما الان توی این جنبش نیستیم، و یه ترسی دارن که نکنه قضیه برعکس بشه، این دفعه حقوق زن غالب بشه بر حقوق مرد و این برابری به یه شکل دیگه اصلا اتفاق بیفته. این هم ممنون میشم در مورد این شعاری که وجود داره صحبت کنید، اگر که تحلیلی هستش، اصلا درست هست که همه دارن این شعار رو استفاده میکنن، این شعاری که داره استفاده میشه همون معنی دموکراسی هستش که ما دو... من صدایی شروع ندارم. بعد من یه لحظه اینترنتم رفت. خانم عذرخواهی میکنم، خانم شاه سوانی هم بشنویم و بعد صحبت ایشون تموم شده بود. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران و جناب آقای رایی. بله فکر میکنم صحبت های خانم جهانبین تموم شد. فقط کوتاه میخوام اشاره کنم که واقعا الان همین جوانایی که توی خیابون هستن افتخار میکنم بهشون که اینقدر خوب مدیریت میکنن اعتراضاتشون. امروز داشتیم یک شعارهایی رو میشنیدیم، حالا قبلا زن زندگی آزادی بود، امروز مردم میگفتن زن زندگی آزادی و خانوم ها میگفتن مرد میهن آبادی. یعنی به قدر زیبا بود این قسمت که من فکر میکنم حالا اگر یه دلخوری شاید اونم احیانا پیش بیاد، بلا فاصله خودشون درک میکنن مشکلات رو و بلا فاصله عکس العمل خوبی به بهترین شکل نشون میدن. همین رو فقط میخواستم اشاره کنم. ممنونم. ممنون از شما خانم شاهسوار. خانم جاوید بعد سوالتون رو شنیدیم، آقای رایی الان پاسخ میدن. بفرمایید آقای رایی. بله خیلی ممنون. من هم این نظر خانم جهان‌نما رو علومیست که از اتاق دیسی شدن، درسته؟ نیستن اگر اشتباه نکنم تو روم. بنابراین من صحبت‌ها رو یک مقدار کلی‌تر توضیح میدم تا اگه ایشون تشریف آوردن پاسخ ایشون رو یا گفتگوی با ایشون رو اون موقع پیگیری میکنم. بله شبکه‌های اجتماعی یک اشکالی که دارن اینه که دارن مثل یک اقیانوسی عمل میکنن که ما داریم توش غرق میشیم. یعنی اینقدر زیاد و حجمش اینقدر زیاده که آدم نمیدونه به کدومش برسه. و این اشکالش اینه که در واقع عمق تجزیه تحلیل ها رو میتونه یک مقدار بکاهه و اطلاعات رو زیاد کنه. مثل این بازی های کامپیوتری که الان جوان ها رو که میبینیم سرعت عملشون و در واقع تیزهوشیشون بسیار بیشتر از نسل قبلیه. شما حالا یک نسل قبلی رو بذاریم با این بازیکن در مجموع، میگم حالا استثنا هم وجود داره، به گرد پاشم نمیرسه. چرا؟ به این علت که تیزهوشیش تقویت شده، تند بینیش تقویت شده، اما عمق فکریش یعنی عمق تجزیه تحلیلش میتونه در این شبکه‌های اجتماعی تقویت نشه. نوشته ها کوتاست،
هی تعداد تیترا زیاده و کار مشترکی که همه شبکه ها توش بریم باشه کمه. بر روی استقلال مثلا کار کمه، بر روی دموکراسی کار کمه، بر روی آزادی کار کمه، همینطور زنان، اهمیت زنان. در مورد زنان خانم اشتباه نکنم سبزواری درسته؟ شهسواری، خانم شهسواری فرمودن، من نظرم این استش که این شعار فکر کنم خانم الان تشریف ندارم باز خانم جهان نما برای توضیح میدم، در جامعه‌ای که زن رو کنترل میکنن مرد جامعه رو کنترل میکنن، در جامعه‌ای که زن آزادی نداره مرد حتما آزادی نداره. حداقل میشه گفت مثل بهایی ها یک بال جامعه، یک بال انسان مرد، یک بال زن، با یک بال نمیشه پار زد. این حداقل، بیشتر از این هم هست از نظر من. در جامعه‌ای که حجاب رو بهانه کردم که زن رو میخوام کنترل کنم، کنترل زن یعنی کنترل جامعه، کنترل مادر، کنترل خواهر، کنترل همسر و کنترل درون خونه. اگر در خانه پدری میگوید دختر تو باید حجاب بذاری، مادر میگه حالا ای به تو هم بذار، به این علت هستش که زن رو کنترل کردن. زنانگی رو جای زن میذارن، زن طبیعی میذارن. زن طبیعی زن حقوقی است. این زن با مرد حقوقی، زن با مرد با هم گفتگو دارن، با هم میسازن. زن اولین آرشیتکت جامعه بشری هست اگر این تئوری فرضیه درست باشه که سقف درست میکنه. زن اولین کشاورز هست، دانه از دستش میفته سبز میشه و میفهمه اون موقع که مرد داشته شکار میکرده و انواع اقسام دیگه، حالا تا چه حد این نظریه ها صحیح هست، به هر حال درش واقعیتی خوابیده، آرامش درش خوابیده، مدیریت زنانه خوابیده درش، مدیریت زن، زن به معنی زن ایدئولوژیک نه، مدیریت زن درش خوابیده. در اینجا خوابیده، مثال بزنم، مثال دیگه برای شما بزنم، سوریه جنبش شد زمانی که اسلحه دست گرفتن، زنا رفتن تو خونه و جنبش تبدیل شد به ضد جنبش. پس زن رو کنترل بکنید. خشونت رو، مولوی خودمون میگه هرگاه خشونت باشد مرد زن رو کنترل میکنه. هرگاه خشونت رو بردارید، این زن هست که حیات میبخشد، این زن هستش که اداره کننده میشه، تنظیم کننده میشه. پس بنابراین نقش زن، نقش به این علت مام وطن، ما ایرانی ها میگیم، این یک شعار حقوقی و اساسی هست. زن رو نمیتوان تحقیر کرد، به این علت که زن رو تحقیر میکنی جامعه رو داری تحقیر میکنی. توجه داشته باشیم که میگوییم زن و مرد، از زنی که ترکیبی از زن و مرده با از مردی که از ترکیب زن و مرده داریم صحبت میکنیم. زن به میزان و با درصد بالا زنه، با درصد کمتر مرده، مرد با درصد بالا مرده، با درصد کمتر زنه، از نظر هورمونی، از نظر فیزیکی، از نظر فکری، حتی از نظر فکری که دیگه خیلی به هم نزدیکن، میتونن نزدیک باشن. پس بنابراین زن در مرد، مرد در زن، زن در مقابل مرد نیست. به محض اینکه آمدیم این کار رو کردیم، جامعه رو بردیم. اون شبکه اجتماعی که بحث های زیاد پراکنده گسترده میذاره، میتوانه پوسیدگی ایجاد بکنه، فشردگی ایجاد بکنه، فرسودگی ایجاد بکنه. و این فشردگی و پوسیدگی و فرسودگی زده میتونه بکنه. پس لازمه که به اندازه بگیم جاهایی که میتوانیم گفتگو بکنیم با هم رو گسترش بدیم. توجه داشته باشیم ما از گفتگو کردن ضرر نمیبینیم، از کمبود گفتگوست که ضرر میبینیم. و توجه شما رو به یه نکته مهم دیگه جلب میکنم در رابطه با همین شبکه‌های اجتماعی و در همین، به محض اینکه دارین گفتگو میکنین، بعد از یک مدت یکی خسته میشه، یکی میگه دیگه بسه، یکی میگه تکراری بود. و بحث‌های ما معمولاً و به میزان زیاد، حتی به میزان حد اکثر بحث‌های ما نیمه کاری میمونه، چون نیمه کاری میبینه نتیجه گیری هم نمیکنین. پس بنابراین توجه داشته باشید جنبش فعلی لازم است که گفتگوها درش زیاد بشه، ارتباط نسل‌ها زیاد بشه، بحث‌های تخصصی زیاد بشه،
جامعه شناس بیاد نظر خودشو بگه، روانشناس بیاد نظر خودشو بگه، هنرمند بیاد بگه، ورزشکار بگه و همینطور انواع اقسام تخصصهای دیگه. یک مثال میزنم، بچه شما میره مدرسه، مدرسه ها در سطح دنیا بر مبنای رقابت و کنترله. رقابت و کنترل رو کی تعیین کرده؟ سیستم های آموزشی موجود. این سیستم آموزشی موجود چه کار میکنن؟ 27% بچه ها رو حالا در کشورهای مختلف خود بالا پایین محروم میکنن از آموزش مناسب. راه حل چیست؟ راه حل این هست که این سیستمی که تصمیم گرفته، از بالا تصمیم گرفته این گونه است، این در ارتباط قرار بگیره با روانشناسی، با جامعه شناسی، با نظرات پدر مادر، با نظرات خود شاگردا و ارتباطهای چند جانبه بشه تا بتوانیم در آن سیستم آموزشی رو به وجود بیاریم که همه بچه‌ها استفاده بکنه. از همون ابتدا به ساکن 27% یا نزدیک به این مقدار رو حذفش نکنیم. می‌بینیم که تا چه اندازه با هم تصمیم گرفتن، گفتگو کردن مهمه و در اینجا نقش رسانه مهم میشه. رسانه ملی، رسانه‌ای که در آن جمع‌بندی‌ها گفتگوها رو می‌ذاره، جمع‌بندی‌ها رو می‌ذاره، جلوی فرسایش ها رو میگیره، گفتگوهای قدرتمداران رو شناسایی میکنه و به عنوان، حالا بعضیا معتقدن که این باید قوه چهارم باشه در کنار قوه مقننه و قضاییه و مجریه، اما حداقل میتونم که به عنوان یه نیروی مناسب و مستقل لازم وجود داشته باشیم. و موقعی که جامعه تصمیم بگیره که جمهوری داشته باشه، یعنی حاکمیت خودش رو داشته باشه، اون زمان ارتش نمیتونه بر علیه مردم سرکوب ایجاد کنه، نیروی نظامی نمیتونه این کار رو بکنه، یعنی تئوریک نمیتونه، عملا لازم میشه که درون همه تشکیلات به اندازه دموکراتیک باشه که رابطه از حالت یک طرفی که دستور میده، یکی دستور میگیره خارج بشه و اقلیت حق پیدا کنه، حق گفتن پیدا کنه، حق نقد پیدا کنه، حق دوباره پیشنهاد انتخاب مجدد پیدا کنه، حق شرایط اضطراری پیدا کنه، حق بررسی و نقض حقوقی پیدا کنه. و این قاعده رو لازمه در نظر بگیریم که هرگاه قانونی در تناقض با حقوق قرار بگیره، هرگاه قانون اساسی در تناقض با حقوق قرار بگیره، این قانون اساسی است که در رابطه با حقوق رابطه خودش رو باید تصحیح کنه و نه به عکس. یعنی حقوق در غالب قانون جا نمیگیره، این قانونه که در فضای باز حقوقی قرار میگیره و لازم است که تطبیق بده. منظورم حقوق انشایی است که در تطبیق با حقوق طبیعی ما قرار بگیره. پس بنابراین در اینجا به این نکته توجه داشته باشیم که هنرمندی که خاکستری عمل میکنه، خب این میتونه به علت این باشه یه جاش کارش درسته، یه جاش کارش غلطه، اما اگر نه عمدی این کار داره میکنه، یعنی در واقع داره عناصری از راست رو میگیره که برای دروغ رو تحویل بده، اونجا لازم است که در واقع سره رو از ناسره باز کنیم، نشان بدیم تا اون واقعیت خود رو نشون بده، تا اون امر واقع خود رو نشون بده، تا اون عینیتی که تطبیق داره به شرایط خودش رو نشون بده. به یک نکته اساسی توجهم، چون دوستان سوال ندارم، به یک نکته دیگه میخوام اینجا توجهتون بدم. قدرت همونطوری که در شاهنامه خودمون فردوسی به درستی توضیح میده، قدرت یک شبکه جهانی است در بر اساس شراکت بنا شده، نه دوستی. یعنی من شریک خوبی و بدی میشم و نه دوست که نقد میکنه بدی ها رو، نمیپذیره بدی ها رو، خوبی ها رو تقویت میکنه، انجام میده و تشویق میکنه. این شبکه جهانی منطقه‌ای نیست، کشوری نیست، در ارتباط با هم به هم وابستن. 50 سال امریکا در خاورمیانه دموکراسی ها رو سرکوب کرده و هرگز حتی یک بار دموکراسی رو انتخاب نکرده، برای اینکه شبکه جهانی قدرت مخالف دموکراسی است. شبکه جهانی قدرت در خود اون امریکا هم، نئولیبرالیسمی که در خود امریکا هم هست، الان حاکمیت شرکت‌های بزرگی مثل بلک روک رو
بر حکومت خود امریکا، بر دولت خود امریکا هم اعمال کرده و بنابراین یواش یواش دموکراسی رو در جنبه‌های از بین رفته. الان در امریکا می‌بینیم حالا دموکراسی در داخلش یک مقدار عمل می‌کنه و در خارج امریکا عمل نمی‌کنه. امریکا هر جا 40 تا کشور کودتا کرده، در همه جا میره منافع خودش رو تحمیل می‌کنه، چرا که او منافع جهانی داره. قدرت خواسته‌های قدرتیه که متمرکز میشه، انباشته میشه و گسترده میشه. این سه تا کاری که میکنه به جایی میرسه که لازمه تقسیم به دو بکنه، یه قسمتشو حذف کنه و مرتب این کار تا تخریب آخر انجام میده. شبکه جهانی قدرت هم این هست. پس بنابراین در ایران ما تونستیم ستون پایه سلطنت رو از بین ببریم، ستون پایه مالکی، بزرگ مالکی رو خود رژیم شاه از بین برد، ستون پایه قدرت رو هم بسیار ضعیف شد، ستون پایه روحانیت باقی مانده و ستون پایه حمایت خارجی. حمایت خارجی چگونه انجام میشه که دیده نمیشه؟ مدار بسته خشونت همیشه بسته نگه میداره. به معنی که شما میخواید مدار خوش این تقابلی که من فش بده و فش بسنون نیست، این فش بده و فش بسنون پشت سر امتیاز دادن، امتیاز گرفتنه. امتیاز میده به رژیم ولایت فقیه، من از تو حمایت میکنم، تو میتونی حمایت بدی، روز به روز ضعیفت میکنم و همچنان سر قدرتی. این طرف هم بهش میگه که حالا من یه جاهایی که میگم میزنم که نمیزنم، که من در واقع میخوام نشون بدم تو آبروی منو حفظ کن، اگر غنی سازی دیگه نمیتونم بکنم آبروی منو حفظ کن، 5000 تا سانتریفوژ 9% که میتونه غنی بکنه رو نگه میدارم، تو اینو بگو که حالا تو بزن، من آبروی خودم حفظ کردم، من میگم غنی سازی رو برمیدارم. در صورتی که اینو کرده، این غنی سازی که اصلا به درد هیچی نمیخوره، چرا که اون نیروگاهی هم که داره روس‌ها خودشون انرژی رو میبرن، به درد چی میخوره؟ به درد این که مردم ایران تو گروگان امریکا نگه داره. پس بنابراین میبینیم که ما با یک شبکه جهانی ارتباط داریم که لازمه که استقلال رو روش پا بفشاریم، چرا که او در خاورمیانه این سیاست رو داره. دو سیاست عمده در خاورمیانه هست. یک سیاست عمده این هست که امریکا همه کشورها رو کنترل بکنه، اینجا هم در این کشورها همون رژیم های موجود رو ازشون تقویت بکنه. یه سیاست دوم این هستش که یک قدرت بزرگ منطقی یعنی اسرائیل و عربستان ایجاد بکنن، یه بازار بزرگ 500-600 میلیونی کار ایجاد بکنن. هر دو اینها به ضرر ماست. هر دو اینها نشان میده که ما اگر عمل نکنیم آنها به جای ما عمل میکنن. خودمون سرنوشت خودمون رو ننویسیم، برای ما سرنوشت مینویسن. میبخشید من صدام گرفته. برای ما سرنوشت تعیین میکنن. در این سرنوشتی که تعیین میکنن ما نمیتوانیم خود رو زیبا نشون بدیم. ما لازمه خود رو عقب افتاده، ملت هایی که در واقع توشون زورگویی هست، مشکلاتشون میلولن، کشورهای پیشرفته هستن که فرشتن نجات میدن. الان تو اوکراین نگاه کنید، مردم اوکراین میتونن مقاومت بکنن، اما مردم اوکراین برای تمام دنیا که نمیتونن بجنگن. که این طرف روسیه رو به جای اینکه از قراردادهای جهانی استفاده بکنیم ببریم رو میز مذاکره گم شده، این میخواد اون طرف رو به اصطلاح سر جای خودش بیاره. اون طرف بدترین شرایط جنگی، شرایطی که دو طرف فکر میکنن میتونن پیروز بشن، همچین شرایطی رو ایجاد کردن. بهترین شرایط جنگی این هستش که مرتب اصرار ببرزیم بر مذاکره، پای میز مذاکره نشستیم. زیاد سرتون رو درد آوردم به خاطر اینکه خواستم از این فرصت استفاده کنم بگم نکات فراوونی رو دارم. من امروز با وجود بر این که به من دیر خبر دادید برای این جلسه، بسیار نکات زیادی رو میخواستم مطرح کنم، ولی بهتر شد که با هم گفتگو کردیم تا اینکه اون نکاتی رو که یک طرف هم میتونستم مطرح کنم. مرسی، خیلی ممنون، در خدمت شما هستم. بله، ممنون از شما آقای رایی عزیز. من از بخش پایانی صحبت‌های شما این برداشت رو کردم که قدرت‌های جهانی نمی‌خوان که ما تغییری تو کشورم ایجاد بشه و مردم هر چقدر قیام کنن، هر چقدر تغییر بخوان، تا قدرت‌های جهانی نخوان این تغییر ایجاد نمیشه. نه، من اینجوری نگفتم، ولی عواملی از صحبت شما گفتگون بود. بله، می‌خوام بگم توضیحش رو گفتم. موقعی که تحولی در دوست بله. سه عامل هست
یکی سه عامل برای تحول هست، یکی خود رژیمه، یکی مردمن، یکی عامل خارجیه. به میزانی که ما حقوقی عمل بکنیم نقش اون دوتای دیگر رو کم میکنیم. یعنی ما سال 57 هم اتفاق افتاد، برنامه این بودش که دربار سلطنت رو بکنن مثل دربار سلطنت مراکش، یعنی شاه بشه رهبر مذهبی، یعنی حکومت شاهنشاهی اسلامی درست بکنن. ما آمدیم بیان آزادی رو مطرح که پیروز شدیم، مردم پیروز شدن. 20 خواسته انقلاب 57 رو نگاه کنید، شعارهایی که دادیم، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، اشتباهی کردیم، گفتیم جمهوری اسلامی، جمهوری که حاکمیت مردم پسوند نداره. چرا؟ به این علت که سند شو دادیم دست مردم، گفتیم ما بیانیه جمهوری اسلامی رو فکر کردیم که دیوار آشا بلند بود، اونو گذاشتن کنار، اسلام سنتی خودشون رو گذاشتن جاش. پس بنابراین لازمه هم توجه کنیم، دقیق بگیم، حقوقی بگیم، و در این حال توجه داشته باشیم به میزانی که نقش خودمون رو زیاد میکنیم، جا رو تنگ میکنیم برای قدرت خارجی. ما سه انقلاب در عرض یک بیشتر کمتر از یک قرن کردیم، الان هم در حال انقلاب کردن هستیم. توانایی انقلاب ما بالاست، توانایی جنبش ما بالاست، اما اگر خود رو کمتر باور داشته باشیم، اونها سرنوشت بیشتر میرسن. به میزانی که سرنوشت خودمون رو بیشتر به دست میگیریم، نقش اونها در نوشتن سرنوشت کمتر میشه. منظورم این بود. بفرمایید. من جواب خودم گرفتم. دوستان دیگه اگر سوالی دارید که بفرمایید، اگر نه صحبت آقای رایی رو میشنویم. یه کسی سوالی نداره، آقای رایی بفرمایید شما صحبتاتون اگر ادامه داره که بفرمایید. بله صحبت ها ادامه داره، اما فکر میکنم چون زیاد صحبت کردم، در واقع الان نزدیک 2 ساعت صحبت کردم و خسته کننده میشه، در رابطه با همین مسئله زن با هم گفتگو کنیم و شعاری که خانم جان نما نمیدونم تشریف آوردن یا تشریف نیاوردن، مثل که هنوز تشریف نیاوردن. جامین هستن. بله هستن. بله زن در واقع توجه داشته باشیم که رابطه مردسالار در ایران با زن، رابطه مردسالار در ایران با زن، هم مرد مقصره، خود زن هم مقصره. چرا اینو میگم؟ در رابطه مسلط و زیر سلطه، آن کسی که میخواد برتری سیاسی، برتری اجتماعی، برتری فکری و برتری اقتصادی ایجاد بکنه، طرف مقابلش کارپذیر اگر باشه، او هم شریک جرمه. زن به اندازه کافی در جامعه ما مقاومت نکرده، مرد و زن با هم مقاومت نکردن که اون پدر سالاری ایجاد شده. با اینکه کهنه و تاریخی هست، اما نقش زن صفر نیست. نقش مرد، نقش زورگوی مرد زیاده، مردانگی در واقع نه مرد، برای اینکه مردهایی هستن مثل زنن. سه گروه مردها رو توجه داشته باشیم که روی زنانه دارن. روحانیان، واقعا روحانی ها، نه روحانیات کلاه روحانی به سر بزن، اونایی که واقعا حارت عارفانه دارن، پزشکان و روانشناسان، اینها رو رویشون در مجموع به زنان نزدیکه. اینها روحیه صلح دارن، روحیه معاشرت دارن، روحیه جمع شدن دارن، و مثل زنان میگن ما میخوایم شریک بشیم. مردانگی ها میگن نه ما برتریم، نمیخوایم شریک بشیم. زن میگه من مثل مرد میخوام باشم. این زن مردانگیه که میگه نه من مثل زن من بالاترم، به این علت که آلوده است به قدرت. پس بنابراین در این رابطه زن و مردی توجه داشته باشیم که مرد زنانگی رو جای مرد نذاریم، زن نذاریم. توجه داشته باشیم که زن میتوانه نقشی داشته باشه که آنچه را که زورگویی هست رو اصلا حذف کنه. زن اگر مقاومت بکنه کمتر زور میبینه تا اینکه سازش بکنه. زن اگر زن همه زن رو خوشبختانه میبینم روز بروز مقاومت زن رو زیادتر میشه. توجه داشته باشیم در مملکت ما یه سمبول زنانه داریم از نظر من، البته پوران فرخزاد. بنابراین توجه داشته باشیم که این، نگاه کنین برای من، حتی نسل مادر من، این سمبول مقاومت زنانه بوده. حالا یه جایی میتونه ایراد داشته باشه، ما داشتیم این مقاومت زنانه در انقلاب مشروطه ما زنان دوش به دوش مردان در مقاومت‌های خیابانی شرکت کردند،
در تبریز بیش از 25 نفر کشته شده، در رشت بیش از 7 8 نفر کشته شده، در قشقایی، در شیراز یه دی کشته شدن، در همینطور جایی در تهران کشته شدن. و بنابراین نشان میده که زنا هر بار وارد جنبش میشن جنبش پیروز میشه. اگر زنا نیان تو جنبش پیروز نمیشه. و بنابراین لازمه که در اینجا با یه دختری میاد بروشری برمی داره، خانما میرن که جل اون رو دست چیزا آیونا هم روی خانما برن. و بنابراین در اینجا یک رابطه تنگاتنگ انسانی وجود داره. حالا از زاویه دیگه لازمه که به یک نکته بسیار اساسی دیگه که در اینجا باهاتون مطرح میکنم توجه کنه. هرگاه جامعه‌ای در مخالفت بخواد خودش رو تعریف کنه نمیتوانه. هویت با مخالفت تعریف نمیشه. یعنی مخالفت چارهای در واقع منفی هویت ایجاد نمیکنه. این شعارهای ایجابی هستن و این درخواست های ایجابی هستن که هویت ایجاد میکنن. در واقع موقعی که من میگویم من میتوانم، به این علت هستش که این توانایی رو دارم و موقعی که این گونه دارم عمل میکنم این رو دارم میگویم که شمایی که دارید با من عمل میکنید لطفاً تحقیر منو نکنید، لطفاً مسخره نکنید این قوم رو اون قوم رو، لطفاً خجلت زده نکنید، لطفاً ارعاب به خرج ندید، لطفاً دروغ نگید، لطفاً برای سانسور نکنید، لطفاً یک طرفه عمل نکنید. تمام شکل‌های مختلف زور رو مورد در توجه قرار میدم. زور همواره شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. زور همین دروغ، تقلب و ارعاب اینا گفتم شکل‌های مختلف زورن. وسیله چی هم؟ وسیله قدرتن. وسیله این که یه تبیه رو بسط بیاریم، یه رابطه‌ای رو نامناسبش کنیم. موقعی که من و شما با هم به این نتیجه میرسیم که اطلاعات رو میگیرم، اطلاعات رو تجزیه تحلیل میکنم، جای مناسبش رو پیدا میکنم، همکاری میکنم یا قطع میکنم، دارم خودجوش عمل میکنم. خودجوش عمل کردن، اسپونتانیته عمل کردن نشان دهنده طبیعی عمل کردنه، نشانه حقوقی عمل کردنه. به جای این میتونم یه کار دیگه بکنم که میشه قدرت مدارانه. من میتونم بیام یه عینکی یک معیاری رو بزنم و همه چیز با اون معیار رو بسنجم. اینجا دارم ایدئولوژیک عمل میکنم. اون کار طبیعی خودجوش رو زیر پا گذاشتم. به قول سقراط مثل توی غاری نشستم که فقط جلو رو میبینم، اطراف خودم رو دیگه نمیبینم. پس رابطه خودجوش رابطه ایست که من حق رو میسنجم، میبینم، نظرات رو با حق میسنجم و بهترینشون رو انتخاب میکنم. و این توانایی کی داره؟ خود من دارم. برای که من حقوق رو میفهمم، من عقل من عقل حقوقی است، به قول مولوی عقل عقل من عقل حقوقی است و این عقل عقل من توان تشخیص داره. این تحقیر که من نمیفهمم باید به من آموزش بدن دروغه. پس بنابراین در اینجا یک نکته که از قدیم وجود داره رو براتون مطرح میکنم و اون این هستش که کسانی مثل هابز مطرح میکنه که مثلا بچه وحشیه با تربیت متمدن میشه. دروغ این. بچه یک انسان کامل حقوقی است که متحول میشه و روز به روز رشد میکنه. بچه که به دنیا میاد شما دستشو بگیرید این را میره، بعد از یه ماه دستشو بگیرید همینجوری میبینید تکون میخوره، بعد از یک ماه یالش میگیره، کلش میفته تکون میخوره، از حالت طبیعی خودش خارج، بعد دوباره باید یاد بگیره. پس بنابراین حالا این میتونه مثال درستی نباشه البته، ولی میخوام اینو به شما بگم که میتوانیم توجه داشته باشیم به خودجوش عمل کردن، توجه داشته باشیم که شخص رو به حق بسنجیم، نه شخص رو، نه حق رو به شخص. فلان کس چون گفته من چون بهش اعتماد دارم قبول میکنم، من چون بهش اعتماد دارم شریکشم. حالا یه جایی هم که شریک غلط گفت کوتا میام، به این علت که همراه منه. این میشه قبیله گرایی ها، این میشه گروه گرایی، این میشه خانواده گرایی، نپوتیسم در واقع. خانواده گرایی نپوتیسم اینه، من تو گروه خودم خودم رو میپام، همدیگر رو میپام، کسی مخالف من باشه جلوی من حتی اگه راست بگه. در صورتی که رابطه حقوقی نیست، رابطه حقوقی من با حق میسنجم، اگر به حق میگم حتی اگه فرزند من باشه اشتباه کرده باشه. پس بنابراین در این رابطه حقوقی من موقعی که نقد میکنم محکوم نمیکنم، ولی
ساکت وانمیسم، سکوت نمی کنم موقعی که یک نقص حقوقی رو میبینم، اما با دوست خودم مدارا با دوستان مروتم به خرج میدم، با دشمن خودم مدارا میکنم، یعنی نقدش میکنم، مقاومت میکنم در مقابلش، اما تحقیرش نمیکنم. نگاه کنید در این جنگ اوکراین بعضیا چی میگن؟ پوتین دیوانه است، احمق، بیشعورش. نه، این طرز برخورد با دشمن نیست. موجودی خطرناک، قدرت طلب، مستبد. این موجود قدرت طلب و مستبد رو نقد میکنم، برای شرایط ایجاد میکنم که بتونه خودش نجات بده، بیاد تو رابطه گفتگو و در این رابطه گفتگو تقسیم مسئولیت میکنم. او مسئوله، اما فرانسه و آلمانی هم که متضمن قرارداد مینسک بودن، او هم مقصرن. آلمان و فرانسه تضمین کرده بودن قرارداد مینسک رو، اما موقعی که تجاوز شد، اوکراین اومد بیرون، آلمان و فرانسه چشم خودشون رو بستن. در صورتی که بنابراین الان مسئولیت اول رو پوتین داره، اما دیوانه نیست. من نمیتونم اون رو بررسی کنم. منظورم چی هستش؟ یک اصل مهم روانشناسی رو در اینجا براتون بیان میکنم. انسان‌های معمولی هستن که جنایتکار میشن، انسان‌های معمولی هستن که معارف میشن. دیو نیست که حاکم، علی خامنه‌ای دیو نیست. علی خامنه‌ای انسان معمولیه که این موجود هیولا که مستبد شده. پس لازمه که انسان‌ها رو حقوقی بسنجیم، نقدشون کنیم و از اندازه‌شون، از اندازه انسانی خارجشون نکنیم که غیر قابل دسترسی بشه. انسان ها همه معمولی هم به اندازه های مختلف قابل دسترسی هم، قابل نقد کردن هم و در بین همه هستن و امکان داشتن. برای شما قواعد حقوقی رو میگفتم. انسان یکی از قواعد حقوقی حق جبران بود، گفتم. قاعده دوم حقوقی کاستن از میزان خشونت هست. در اعمال خودمون، در رفتارهای خودمون لازمه که از خشونت بکاییم. قاعده سوم حقوقی این هست: قاعده قبل از قضاوت لازمه وجود داشته باشه. قاضی نمیتوانه فل بداه قاعده درست بکنه. قاعده قبلش وجود، قاعده حقوقی قبلش وجود داره. اون قاعده حقوقی مبناست و نمیتوانه خارج از اون عمل بکنه. برای اینکه از خارج اون عمل کنه، رفته مصلحت داره میکنه، دیگه رفتی به حقوق نداره. پس بنابراین موقعی که من دارم با شما رابطه قضاوت میکنم، چرا که با هم به هر حال ما موقعی که میخوایم عمل بکنیم یک چیز بکنیم، ارزیابی باید بکنیم، میگه این ارزیابی نوع قضاوته. این ارزیابی ما لازم است که به اندازه حقوقی باشه. حالا از این 25 تا که براتون 3 تاشو گفتم، توجه داشته باشید که به چه اندازه دقیقه، چه اندازه. موقعی که این قواعد حقوقی رو بدانیم، تواضع و تعادل روانی رو پیدا میکنیم که در این تعادل روانی نه تنها پذیرفته میشیم، بلکه وارد کمک کردن به اندیشه میشیم و او هم پاسخ میده و این دینامیک شتابگیر میشه. یعنی این نیرو با این نیرو جمع میشه، این نیروها استکاکشون از بین میره، نیروی بعدی با سرعت و توان بیشتری جلو میره. خیلی ممنون، زیاد حرف زدم، میبخشید. صدای شما نیست آقای. دوستان، من اینترنت مشکل داشتم، آخرای صحبت های آقای رایی رو نفهمیدم هنوز دارن صحبت میکنن یا نه، یا صدای من هست شده. اگر تموم شدهش خیلی ممنون. مگر دوستان صحبت رو بخوان ادامه بدن. این صحبتی رو که من امروز 3 قسمتش رو فقط باز کردم به اضافه گفتگو با دوستان، فراوان نکات متعدد داره. الان بهتون میگم چند نکته است. اگر درست پیداش بکنم، گذاشته بودم اینجا، الان بهتون میگم. در مورد هنر و فن 25 قسمت داره و بنابراین فقط ما به 3 قسمتش پرداختیم. توجه شما رو جلب میکنم که این گفتگوها ادامه داره و بنابراین چون
خودتون قاعده در رابطه با هنرمند رو تعریف کردین، در همین اندازه به نظر من برای امروز کافیه. مگر دوستان بخوان این رو تو همین زمینه ها وارد مدلیته ها وارد جزئیات بشن، این مدلیته ها رو باز کنن، و یا این که بخوان بحث جدیدی رو ایجاد بکنن. بفرمایید. میکروفون شما قطع. بله، بسیار هم ممنون از صحبت‌های خیلی خوبتون آقای رایی عزیز، همینطور از همه دوستانی که در این جلسه حضور داشتن. اجازه میخوام همکارانم هم که در این جلسه همکاری کردن با من، سرکار خانم زهرا رونشی جلسه، خانم سرکار خانم سمانه بیرجندی و سرکار خانم شهلا شاه‌سوانی صدابرداران، ادمین ها سرکار خانم مرجان شعبان نژاد، سرکار خانم روزا جهانبین و آقای سینا اشجعی. همینطور از آقای رایی تشکر میکنم که صحبت من هم شما سپاسگزارم. من ختم جلسه در ساعت 20 و 21 دقیقه به وقت اروپای من